بینندگان عزیز سلام خدمت شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی که امروز جمعه 9 اکتبر با هم هستیم، اکتبر سال 2015، اوقات بهتری داشته باشید. ضمناً امروز ببینم که اینجا نوشته دوشنبه، عذر میخوام ازتون، امروز جمعه هست، 17 مهر ماه 1394. ممنونم که علی لطف میکنه و این تاریخ ها رو ارسال میکنه، هم انگلیسی هم فارسی، و ای کاش دوستان بیشتری حاضر میشدن با ما همکاری کنن، کمک کنن تا بتونیم برنامه های بهتری رو تحویل شما بدیم. از اینکه با ما هستید ممنون و متشکر. روز چهارشنبه من پیامی رو از بانوی عزیزی که بیننده برنامه ها هستن و خیلی خوشحالم که خودشون گفتن که به تازگی به تلویزیون مردم با تلویزیون مردم آشنا شدن، ولی همین که این تلویزیون رو به اصطلاح قبول دارن، نگاه میکنن، آزادیش رو قبول دارن، پیام میذارن، ما خوشحالیم. ولی از دوستان یه مقداری گله دارم که وقتی که من پرسیدم نظرتون راجع به صحبتهای این خانم چیه، دیروز چندین پیام گذاشتن که متاسفانه به دلیل اینکه به این بانوی عزیز ایرانی بی احترامی کردن، من پیام ها رو پخش نمی کنم و ما باید از یه جایی شروع کنیم، یاد بگیریم که بیایم و حتی اگر یک کسی مخالفمونه، حتی اگر یک کسی دشمنمون هست و چیزایی رو میگه که مورد قبول ما نیست یا برخلاف حقیقت هست، ما خیلی قشنگ بگیم که من با گفتای این بیننده و شنونده مخالفم و نظرم چنین است و چنان. پس اجازه بدید که اونهایی رو که به خودشون احترام گذاشتن، به من و شما احترام گذاشتن و پیامهاشون رو مثل یک انسان آزاده، مثل یک انسانی که در قرن 21 داره زندگی میکنه نوشتند و ارسال کردن، اونها رو بخونیم. یکی از اونها خانم شایسته الهامی است که ایشون در نشریات کانادا هم به اصطلاح مقاله می‌نویسن، نظراتشون رو میگن و من متشکرم که ایشون به اصطلاح این نوشته‌های خودشون رو با ما هم در میان می‌گذارن. دیگری آقای تیمسار آریانپور بود که بخشی از صحبت‌های این دوستمون، این بانوی عزیز، در رابطه با آقای آریانپور بود و از ایشونم ممنونم که لطف کردن، زحمت کشیدن، نامه و ایمیل فرستادن. سعی میکنم اگر ایشون حال و احوال خوبی داشته باشن، هفته آینده حالا یا از طریق حضوری یا از طریق تلفن یا از طریق اسکایپ با ایشون مصاحبه داشته باشیم و بیشتر فکر کنیم که چرا ما ایرانی ها وقتی که یه چیزی رو دوست داریم یا به یه چیزی علاقه داریم، تمام حقیقت و دلائل و اسناد و مدارک و اینها رو زیر پا میذاریم، نادیده میگیریم و همین جوری میخوایم اون چیزی رو که به خودمون تلقین کردیم که بله این بهترین و خوبترین هست، به اصطلاح اون رو به دیگران هم حقنه کنیم. این ماجرایی که این دوستمون، من نظر خودم رو اول میگم، درباره شاه که چرا من و دیگران فقط شاه رو مسئول میدونیم، شما به من بگو اگر یه اشکالی در رژیم شاهنشاهی بود، اگر ما آمدیم گفتیم فلان جاده پلی ساخته بودن بین شیراز و بوشهر و این یادم حتی شرکت اصغرزاده این رو ساخته بود و این پل ترک خورده بود، هیچ کس نمی گفت که این شرکت اصغرزاده، اینایی که داخلش بودن دزدی کردن، سیمان فروختن، اینها همه شاه رو مسئول می دونستن. دوست نازنین من، برای که شاه خودش رو در همه چیز دخالت داده بود. عذر می خوام این حرف رو می زنم، در مثل مناقشه نیست، میگن شاه سرش رو در چاه نفت کرده بود و در چاه آبشی هم دخالت می کرد. بابا تو شاه هستی، برو برای خودت زندگی کن، نظر بده، ولی افرادی رو که وارد هستن بذار سر پست ها و به مردم بگو که این مسئول وزارت آموزش پرورشه، این مسئول وزارت به اصطلاح دادگاه هست، هر چیزی که شما میدونید، ولی خودت رو وقتی میاری جلو همه کار نشون میدی. خب دوست عزیز، مردم تنها چیزی که آسون هست، کلمه راحتی هست، شاه.
الان هم تنها چیزی که آسون هست خامنه ای. چرا؟ چون خامنه ای هم داره همین کار رو میکنه. اینهایی که دیکتاتور میشن خودشون رو در همه کاری دخالت میدن، بعد به مردم میگن ما که نبودیم، اطرافیانمون بد بودن. اگه اطرافیان شاه بد بودن، اگه اطرافیان خامنه ای بد هستن، باز تقصیر اینهاست که این اطرافیان رو نگه میدارن. من نمیدونم شما طبق چه، اگر شما یک بیزینسی دارید، یه اشکالی در اونجا هست، از اینکه اون نظافتچی اونجا مثلا کیف مردم رو میزنه، یا اینکه اون کسی که پشت صندوق حساب وایساده با مردم بدرفتاری میکنه، مردم اونها رو نمیشناسن، مردم شما رو میشناسن بانوی عزیز به عنوان صاحب اون فروشگاه، به عنوان صاحب اون شرکت، و همه اینها رو به شما منتقل میکنه. حالا نظر من اینه که شما یه مقداری کم لطفی کردید. شما بدون اینکه شناختی از آقای تیمسار امیر هوشنگ آریان پور داشته باشید، آمدید و میگید که اگه اینها شاه الان زنده بود، اینها این حرفا رو نمیزدن. درست این همون موقعی که نشون میده شما شناختی از آقای تیمسار آریان پور ندارید. تیمسار آریان پور وقتی که یه جوانی بوده، باید خیلی هم به فکر زندگیش و آیندهش و مثل دیگران به دزدی مشغول باشه و کجا برم با چه شرکتی به اصطلاح قوانین چی میگن قراردادهای زیرمیزی و اینها امضا کنم. این بنده خدا آمده هی حرف زده، هی شکایت کرده، هی نوشته، و هی دیده به هر کسی نوشته اونم دزد بوده، به هر کسی گزارش کرده اونم دزد بوده. آخر کار دست به دامان شاه میشه، شاه هم چون با تمام اون دزدها شریک بوده، کاری میکنه که این بنده خدا میگه آقا نخواستم، ول میکنه. شما اتفاقا چون به من گفتید که آشنایی دارید در به اصطلاح نیروی دریای ایران، از اون آشناتون سوال کنید که ماجرای تیمسار آریان پور چی بوده، و کسی که در جوانیش که همه زندگی جلو روشه و همه اینها رو به اصطلاح میبینه، اون موقع باید بگه اگه اینو بگم منو اخراج میکنن و فلان صحبت کرده، امروز که بیش از 80 سال سن داره، به نظر شما از شاه اگر زنده بود میترسید؟ یکم بی‌انصافی کردید. این از بعد اجازه بدید من این نوشته ها رو پیدا کنم براتون بخونم و با هم برنامه رو پی میگیریم. بله، اولا آقای منصور که شاید نخوان فامیلشون رو من بگم، ایشون از انگلستان، ایشون هم یکی از اونایی بوده که لطف کردن نوشتن با سلام خدمت جناب آقای سوربی، پیام تلفن خانمی را که اسمشان گفته نشد گوش کردم و از گله های مکرر ایشان از جناب تیمسار آریان پور بسیار آزرده گشتم. ناگفته نماند که من ابدا نسبتی با آقای آریان پور نداشته و شناسایی من از ایشان بر اساس مطالعه خاطرات تیمسار و خدمات شایان توجه وی به کشورش ایران می باشد. حتما می گویید خوشبختانه خود تیمسار در قید حیات هستند و می توانند از خودشان دفاع نمایند، اما من به پاس آنچه ایشان با از خودگذشتگی برای من ایرانی انجام داده و داده است، وظیفه خود می دانم نظرم را در رابطه با پیام این خانم به اطلاعتان برسانم. اولا این خانم فرمودند چرا شما شاه را برای تمام وقایعی که اتفاق افتاد مقصر می دانید، و بعد ادامه دادند که من در آن مملکت زندگی کردم و درس خواندم. سوال این است که این خانم تحصیل کرده چطور هنوز متوجه نشدند که دلیل اصلی تمام آن اتفاقات همین یک نفر بود که با قلدری دیکتاتوری کامل در همه امور دخالت می کرد و حرف حق زدن و اظهار نظر کردن به احدی را نمی و اجازه اظهار و اجازه حرف زدن و اظهار نظر کردن به احدی را نمی داد. بعد هم این خانم ادامه دادند که چرا تیمسار از ناو هواپیما بر صحبت کردند که ایشان هیچی نفهمیدند. خب خانم جان گوش نمی کردید، چون خود من و ده ها چون من آن صحبت ها را بسیار جالب و آموزنده یافتیم. ایشان ادامه دادند که اگر شاه زنده بود
تیمسار هرگز چنین حرفهایی نمیزدند. متاسفانه این حرف نشانه ناآگاهی مفرط این خانم از تاریخچه خدماتی تیمسار آریانپور بود. ای کاش این خانم به جای تلاش برای لفظ قلم صحبت کردن و سینه چاک کردن برای خاندان پهلوی اندکی وقت گذاشته بودند که مخاطب خود را بهتر بشناسند و سپس وی را به باد انتقاد بگیرند. بایستی مختصراً به اطلاع این خانم رسان که به خاطر گفتن خیلی از واقعیات بود که تیمسار مورد غضب ملوکانه قرار گرفت و داوطلبانه از پست خود کنارگیری کرد. مشکل حضرت علیا ظاهراً این بود که چرا جناب تیمسار از خانم بازی و دختر بازی در زمان شاه صحبت کردند. میگویند خانمی در عقب تاکسی را باز کرد که سوار شود، دید حاج آقایی با ماتحت چاقش جای نشستن وی را گرفته است. گفت حاج آقا فلانت را بکش کنار که ما هم بنشینیم. راننده تاکسی که از شنیدن این حرف تا بناگوش قرمز شده بود گفت خانم لطفاً از بکار بردن این کلمات خودداری فرمایید. خانم هم با عصبانیت گفت آقا جون ایشون نوشته ما میخونیم دیگه، آقا جون کند کنه، چی میخواستی بگم؟ تخت جمشید نیست و بگم طالقانی یا طالقانی. حالا به این خانم هم بایستی گفت خانم بازی و دختر بازی کاری بود که انجام میشد و فعالترین مرکزش هم دربار بود. حالا چطور است که این خانم به زشت بودن اصل عمل اشاره‌ای نمی نماید ولی از کسانی که آن را تقبیح می کنند گله‌مند شده؟ تناقض در گفتار ایشان تا بدان حد بود که از یک طرف منکر خانم بازی آقایان بودند ولی از طرف دیگر اعتراف نمودند که این عمل آنقدر معمول بوده که اطرافیانشان تصور کردند که قرار است دختر تیمسار جهانبانی را برای لهو و لعب ببرند. این خانم با ابراز تکدر خاطر از لفظ خانم بازی به تعریف و تمجید از مقام زن ایرانی پرداختند که حق هم کاملا با ایشان بود، ولی با علم به این که همه میدانیم که سرکار اشرف خانم پهلوی تا خرخره آقا باز بود، بایستی از این خانم پرسید که آیا برای مقام مرد ایرانی هم نظری دارند یا خیر. اگر خدایگان آریامهر این خانم اندکی از اوقات خانم بازی و دختر بازی خود را صرف شنیدن حرفهای وطن دوستانی چون تیمسار آریانپور و دکتر سرهنگ عقیلی پور کرده بود، سرنوشت ایران و ایرانی طور دیگری رقم می‌خورد. شما آقای سربی بارها گفته اید که ابراز عذرخواهی و قبول اشتباه توسط هر کسی از قدرت اخلاقی و شهامت وی سرچشمه میگیرد و حالا باید منتظر ماند تا درجه شهامت اخلاقی این خانم مشخص شود. با احترام منصور. ممنونم منصور عزیز. ضمناً شما دوستان که از تلویزیون مردم استفاده میکنید، اگر براتون امکان داره از به اصطلاح لحاظ مالی هم تلویزیون مردم رو حمایت کنید. من همون جوری که گفتم در مصاحبه‌ای که با آقای منصور اوسانلو داشتم، ایشون درباره تلویزیون‌هایی که هدفشون پول درآوردن هست صحبت کردن که من نمیدونم، میخوام از ایشون سوال کنم منظور شما از پول درآوردن چیه؟ مگر اگر کسی بیزینسی داشته باشه، شغلی داشته باشه، کار کنه، زحمت بکشه و بابت کار و شغلش پول در بیاره، آیا اتفاقا این نباید عزیز باشه و به عنوان کارگر در سندیکای شما باشه؟ یا اونهایی که خود فروش هستند، خود رو فروختن به افرادی که دزدی کردن، نمیدونم پولهای آنچنانی آوردن یا پولهای آنچنانی امروز میگیرن، چه از شاه چه از شیخ، اونها رو به این دلیل که فقط به شما برنامه مجانی میدن، شما اونها رو قشنگ از هر گناهی مبرا میکنی و تلویزیونهایی که برای خرج آب و برق و اینترنت و دوربین و کامپیوترشون میان و به شما به اصطلاح دست نیاز دراز میکنن، شما اینجوری بهشون توهین میکنید. این رو میذاریم وقتی که آقای اوسانلو حاضر شدن مصاحبه کنن. و اما اجازه بدید من از منوچهر عزیز تشکر کنم که بعضی وقتا من
دل سرد میشم و میخوام که این کار رو ول کنم و برم دنبال کار و زندگی خودم که هم پول زیادتری در میارم هم راحت تر هستم. بعد یه نفر مثل منوچهر یه چک میفرسته $30 برای 3 ماه. دوستان $30 برای 3 ماه میشه $10 برای 1 ماه. $10 رو تقسیم بر 30 که بکنید میشه فکر کنم روزی 33 سنت. شما نگاه کنید یه آدمی به این چاقی و گردن کلفتی برای روزی 33 سنت نه چاقتر میشه نه لاغرتر میشه. ولی مهمه برای من که ایشون میاد چک مینویسه، نامه مینویسه، نامه رو پست میکنه و برای من یه چیزی نوشته بود که من دیشب وقتی خوندم دوباره اشکم در اومد. حالا شما میخواین مسخره کنید بگید سوربی برای ماهی $10 اشکش در میاد، من افتخار میکنم که افرادی که میان به ما پولهای بالای پیشنهاد میکنن که ما روشمون رو عوض کنیم به اونها میگم نه، ولی برای $10 که منوچهر عزیز ارسال میکنه میام چند دقیقه وقت میذارم ازش تشکر میکنم و هنوز از خودم ممنون و متشکرم که انسانیت در وجودم هست، حتی اشک هم از چشمام میاد. این رو گفتم که اگر منصور هم به اصطلاح امکانات مالی داره، من میدونم ما ایرانی ها هر جا که برسیم ماشاءالله تو همون سالهای اول به زندگی خوبی رو تشکیل میدیم، وضعمون بد نیست و یه مقداری ما یاد نگرفتیم که حمایت کنیم از اون چیزی که دوست داریم. اونی رو که متنفریم میریم میزنیم، پدرشو در میاریم، 100 بار زنگ میزنیم مزاحم میشیم، ولی اونی رو که دوست داریم نمیریم حمایت کنیم. و این رو ما یه میراث بدی از حکومت‌های دیکتاتوری شاه و شیخ گرفتیم. امیدوارم در این زندگی که شما توی UK هستی، توی انگلستان هستی، من اینجا هستم، این رو یاد بگیریم که اگر میخوایم آزاد باشیم، انگلیسی میگم چون شما تو انگلستان زندگی میکنی، Even freedom is not free، حتی آزادی آزاد و ارزون و مجانی نیست. اینم از این. و اما دارم دنبال نامه آقای آریانپور میگردم در رابطه با نوشته این بانو که متاسفانه مثل همیشه ما یه مقدار اینها رو جابجا میکنیم و باید بیشتر همون یاد قدیم به خیر که نامه ها رو می‌نوشتیم، وقتی هم می‌خواستیم قشنگ ورق می‌زدیم پیداشون می‌کردیم. بله، هم نامه ایشون رو و هم نامه خانم شایسته الهامی رو فکر کردم گذاشتم توی فولدر یا پوشه امروز، ولی به نظر میرسه که اشتباه فکر کردم. حالا اگه پیداش کنم براتون می‌خونم، اگه نه حتما حتما دوشنبه اون رو به اصطلاح پیدا میکنم و پرینت میکنم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر نصر احمدی هستیم، کسی که کتاب قانون اساسی رو نوشته. دلیل این که از چهارشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر به جمعه ساعت 3 بعد از ظهر برنامه ایشون رو انتقال دادیم اینه که اولا جمعه ها بیننده بیشتری داریم، بعد آقای نصر احمدی گویا چهارشنبه ها این ساعت 3 بعد از ظهر که میشه 12 ظهر کالیفرنیا برنامه ای دارن که براشون مشکل هست و ما نمیخوایم این برنامه ها، این آگاهی دادن به مردم برای اون طرفی که میاد از وقتش، از جونش، از عمرش به اصطلاح مایه میذاره، مایه دردسر و مشکل باشه. بذارید ببینم که من میتونم این رو پیدا کنم و بنویسم که آقای هوشنگ آریانپور ایمیلایی که فرستادن همه یک جا بیاد، ببینم که عجب. بله، پیغام آن خانم. آها، با سلام. آها، من آقای منصور نامه شما و دیگران رو برای آقای آریانپور نوشتم که ایشون بدون افرادی هم هستن که قدردانی میکنن. ایشون در پاسخ نوشتن که فکر کنم برای شما ایمیل فرستادن، چون ایشون خیلی کارشون مرتب و ردیفه و یکی از افسران ارتش هستن، یکی از به اصطلاح امیران ارتش ایران هستن که از سالها پیش با کامپیوتر آشنا شدن. ایشون حتی اینجا دوره کامپیوتر دیده. یادم نمیره روز اولی که ایشون آمد اینجا، خیلی وقت من ایشون رو میشناختم ولی هیچ وقت این افتخار رو نداشتم در برنامه باشن، تا یه وقت آمدن اینجا
و تمام اون عکسایی رو که میخواستن نشون بدن، نوشته ها رو در یک مموری، یک فلش مموری USB آوردن و به من گفتن که این هست و گذاشتیم، و وقتی هم خواستم بهشون بدم گفتن که نه، این هم برای شما، در صورت اینجاست آقای آریانپور. ممنونه دوست گرامی و عزیز، با تشکر از نوشته پر محتوای جناب عالی، داستان از آنجا شروع شد که در ویدیوی ساختگی که در حقیقت فتوشاپ و ادیتینگ بوده، آن هم بسیار ناشیانه، در فیسبوک و تلویزیون مردم به نمایش گذاشته شد. فرمانده زیر دریای کوسه ادعا کرد که در تاریخ 28 اردیبهشت 1300، ببخشید این امروز به شدت گرم بود اینجا، من پنکه روشن کردم و باد این پنکه وقتی مستقیم میره تو بینی آدم، آدم عطسش میگه. خب فرمانده زیر دریایی کوسه ادعا کرد که در تاریخ 28 اردیبهشت 1358، یعنی حدود 3 ماه پس از انقلاب، دستوری از تهران رسید که زیر دریایی را به کشور آمریکا پس بدهید. من در آن تاریخ به دوستم دکتر مدنی که وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی بود، به عنوان یک مشاور بیجیره و مواجب در نیروی دریایی که کمک می کردم، در مورد 3 زیر دریایی که هزینه آن به علاوه آموزش افراد و برخی قطعات یدکی بالغ بر 100 میلیون دلار و قبلا در بانک چیس منهتن به عنوان سپرده موجود و نیروی دریایی آمریکا با ارائه سیتواسیون پولش را برداشت می نمود. من نمیدونم این سیتواسیون چیه. من در جواب نوشتم آقای فرمانده، شما مدرکی را که در مورد پس دادن زیر دریایی ها همراه با صورت مجلس تحویل و تحویل برای اطلاع عموم ارائه دهید. از همون لحظه به جای جواب منطقی شروع به فحاشی به خانواده من و غیره کردن و چون بهره ای از فحاشی نگرفتن، این سرکار خانم را تشویق نمودند که به جای مردان لچک به سر، این در صحبت خانم سخنران به مردانشان اشاره کردند. لطفاً به پیوست نگاه کنید. ضمناً باید خدمتتان عرض کنم که کمتر ایرانی را میتوان یافت که برای شنیدن حقایق تاریخی علاقمند باشند. ارادتمند امیر هوشنگ آریانپور. اجازه بدید من این پیوست رو باز کنم و بله، تاریخچه روابط ایران با آمریکا رو ایشون. یه روز من با آقای آریانپور یه ملاقاتی داشتم، اتفاقا از ایشون خواستم که تمام این پرونده ها و اینها رو به صورت دیجیتال بایگانی کنن، نگه دارن، و ایشون گفت که یکی از دوستانمون محمود داره این کار رو انجام میده یا کرده، امیدوارم که ما هم یه نسخه از اون رو داشته باشیم. حیفه که من خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که بیش از 60 تا برنامه با آقای دکتر عقیلی پور داشتیم و این افرادی که شهامت دارن، شجاعت دارن، به جای اینکه بگن گور پدر این ملت، این ملت لیاقت نداشتند و حالا برن دنبال پول درآوردن در آمریکا و در فرانسه و در کشورهای دیگه، هنوز هم میان با تمام این سختی شنیدن تهمتها، تهدیدها، میان و میگن که چرا به این روز رسیدیم. دوستان باید بفهمیم یک گروه باشه بی تفاوت بره ببینه که چی شد که ایتو شد، به قول شیرازی ها چطور شد که ایتو شد. ایشون نوشته تاریخچه روابط ایران با آمریکا استخراج شده از منابع داخلی و خارجی گردآوردی شده در اندیشگاه ملی ایران از سالهای اولیه 1940. ارتباط ایران با کشور آمریکا پس از به سلطنت رسیدن محمد رضا شاه پهلوی شروع گردید. هدف اصلی از این ارتباط کوتاه کردن نفوذ دو کشور انگلیس و روسیه در دوران جنگ جهانی دوم بود. در سال 1943 آمریکا شروع به اعزام گروه کوچکی از مستشاران نظامی خود به کشور ایران نمود. در صورت این نوشته هم اگر خواستید موجود هست بگید، یا من یا تیمسار آریانپور براتون بفرسته. ایشون خیلی هم منظم و مرتب هستن در ارسال، به اصطلاح در پاسخ دادن به ایمیل، در ارسال مدارک و در جمع‌آوری اونها، و امیدوارم بتونیم بیشتر استفاده کنیم از افرادی مثل این دوست گرامی آقای تیمسار آریان. خب
خانم شایسته نوشتن که با سلام و تشکر از کلمات محبت آمیز شما. راستش را بخواهی من واقعا تعجب میکنم که بس بعد از 62 سال اینها هنوز دارن از شاه دفاع میکنن. یک شنبه شبها در اینجا برنامه‌ای به زبان فرانسه پخش میشود، تیترش هست همه حرف میزنند. برنامه 2 ساعت و 20 دقیقه است که حدود 9 نفر شرکت میکنند. این هفته 3 نفر معلم شرکت داشتند که چون باز مدتی است که معلمها در اعتصاب هستند آمده بودند مشکلات خود را بگویند. میگفتند کلاسها را دارند 20 نفره میکنند و شکایت‌های دیگر که کم کردن معلمها و و. یاد ایران افتاده بودم، چه زمانی که خودم شاگرد مدرسه بودم و چه زمانی که معلم در 3 دوره ابتدایی که هم دانشجو بودم و هم کار میکردم، راهنمایی تحصیلی و بعد دبیرستان، کلاس ها از 45 نفر کمتر نبود. وقتی خودم 6ام دبیرستان بودم کلاسمان 60 نفره بود. معلم بدبخت چطور میتوانست کار کند و شاگرد از او بدبختتر چطور میتوانست درس یاد بگیرد؟ معلم نبود. کلاس های خودم در دبیرستان که درس میدادم 50 نفره و یا بیشتر بود. به معلم های سوگلی ساعاتی کمتر و درس های راحت تر میدادند. آنها میآمدند و دفتر را امضا میکردند و میرفتند. یعنی پول نداشتند معلم استخدام کنند و یا مدرسه بسازند که می توانست حالا هم قابل استفاده باشد. این وضع آموزش و پرورش بود. حالا چطور این خانم با وجدان راحت دارد از آن رژیم طرفداری می کند؟ شاید کار ایشان در بالای شهر بوده، ولی کار من در امیریه و حدود منیریه و پل امیر بهادر بود که زیاد هم پایین شهر نبود و 1 ساعت طول میکشید تا خودم را از خانه به آنجا برسانم. این آدم ها مثل این خانم درست به شو نیستند. مرسی از شما. از شما عذر میخواهم که نوشته قبلی ناتمام موند و من از شما ممنونم که با نوشته هاتون به برنامه ما به اصطلاح قوام و دوام میبخشید. این قوام enhancement به انگلیسی میشه. وقتی که یه چیزی رو یه نفر میپخت توی رشته آشپزی، وقتی که این هنوز جان نیفتاده بود میومدیم میگفتیم که گرست نمونه، مادرمون میگفت که این آش هنوز قوام نیومده. ما یه فامیلی داشتیم، پسرخاله پدرمون بود، اسمش قوام بود و ما میخندیدیم مسخره میکردیم. بعضی وقتا که قوام اون دور و برا بود میگفتیم بابا این هم قوام، بکشید گرسنه‌مونه. میگفتن این برنج دم نیومده، اگر یا قوام نیومده، اگه بخوری دل درد میگیری. برنجایو به اصطلاح میگفتن نمیدونم، البته چلو کبابیا سعی میکردن که برنجاشون به اون صورت باشه، چون به اون صورت میتونستن ساعتهای زیادی این رو نگه دارن و برنج حالت مونده نداشته باشه. ولی توی منزل مادرهای بیچاره ما با اون وسایل و امکانات کم، با ماها که خیلی عجول بودیم و اینها، باید درست سر یه ساعت معینی خوراک رو به نحو احسن تحویل میدادن دستشون درد نکنه و ماها هم به همون خاطر که اینها خوراکهای خوشمزهی به ما دادن، اینه که هر جا میخوایم تعریف از یک خوراکی بکنیم میگیم مثل خوراک خونگی میمونه یا مثل خوراکایی میمونه که مادرمون، مادر بزرگمون میپخت. و این هم یک ماجرایی که من دوست داشتم به اصطلاح به این وسیله از مادران تشکر کنم. خب Chinese student dorm. دورم میدونید که این خوابگاه ها و مدرسه هایی هست که به اصطلاح بچه های دانشجو داخلش میمونن و این رو یکی از دوستان برای من فرستاده. قبلا من دیده بودم ولی یادم نیست که به شماها نشون دادم یا نه. این رو با هم ببینیم، این که امروز چینا یا چین در دنیا موفق شده و حتی آمریکا رو به زانو درآورده. ببینید میگه که تصاویری از خوابگاه دانشجویان در چین و میبینید که اینجا با یک نردبون چوبی اون بالا وسایلش و کامپیوترش هست، این ور حمام. و من یادمه یه روزی تلویزیون آمریکایی داشت یه گزارش نشون میداد از یک دکتری که از چین آمده بود با
پرداخت پولی بسیار زیاد و هنگفت و اینجا کار میکرد، هم پول بدهکاری رو میداد که به اونایی که قاچاقی آورده بودنش اینجا پرداخت بشه، هم پول برای خانوادهش میفرستاد توی چین که اونها هم بتونن درس بخونن، موفق باشن و احتمالاً یه روزی به آمریکا بیان. ببینید که اینها در چه محیطی تنگ و کوچولو، اون خانم اونجا، این آقا اینجا، کامپیوترش اونجا، یا این پسر بچه کجا، این طبقه بالای حتی نزدیک به سقف داره تکلیف مدرسهشو انجام میده، این مادرش این پایین داره آشپزی میکنه. حالا خود آشپزی و شرایط و این پنکه و اینها رو هم شما در نظر بگیرید و میدونید که جمعیت چین الان دیگه کم کم به 2 میلیارد فکر کنم رسیده و از لحاظ به اصطلاح امکانات زندگی بعضی ها بعضشون خیلی بده، ولی موفق ترین ها هستن در رشته های ریاضی و الان دیگه در رشته های اقتصادی و مالی. این هم ببینید که همین جایی که اتاق خوابشون هست، همین جا هم تلویزیون هست. البته یکی از دوستان برای ما نوشته بود آقا بعضی اینها خوبه، اقلا اینها اتاق خواب دارن، ما که در ایران اتاق خواب نداشتیم، همون جایی که می نشستیم شب لاف و شک رو پهن می کردند و می شد اتاق خواب. این هم ببینید باز اون خانم اون بالا داره درس میخونه یا با کامپیوتر کار میکنه، این پایین یکی داره سرش رو میشوره و زندگی جالبیه. باز اینجا اون یکی خوابیده، این یکی داره کار مدرسه یا کار اداره رو انجام میده، همینجوری به ترتیب دیگه احتیاج به توضیح نداره. توالت رو میبینید، نردبون رو میبینید و وضع و اوضاع زندگی اینها رو میبینید. این نوشته که اینها دورم یا خوابگاه‌های دانشجویان چینی هست. این خانم به نظر میاد که یک پنت هاوس خیلی بزرگ داره، هم وضعش خوبه، هم داره از دوربین از خودش عکس میگیره، هم تخت خوابی داره و اینها، ولی ببینید که کنار اتاق اونجوری خیسه و میدونید که اینها باعث مولد میشه. مولد یه چیزایی مثل قارچ و اینها هست که برای سلامتی هم زیان داره یا زیان آور است. و ببینید دیگه بیش از این فکر کنم نباید روز جمعتون رو خراب کنیم با این عکس ها، ولی تشکر میکنم از دوستی که این رو فرستاده تا ما هم نشون بدیم. دوستان نگاه کنید که این دو نفر کجا زندگی میکنن، این دستشویی توالتشون هست، این لباسا و اتاقشون و حمام و نمیدونم اینها اینجاست و الی آخر. آره اون دکتری که داشتم براتون تعریف میکردم گفت من در منزلی که زندگی میکنم باید در وان حمام بخوابم، یعنی تنها جایی رو که به من دادن وان حمامه. البته اونایی که اینجا دانشگاه رفتند و اهل مست کردن و اینها بودن میدونن که یکی از جاهایی که شب ممکنه شما اندب کنی اگر مست باشی، دوستانت میذارنت توی وان حمام به چند دلیل، که اگر حالت بد شد اونجا آب باشه و اینها، اگر یه وقت استفراغ کردی اینها تمیز کردنش برای اونها ساده تر باشه. این هم از ماجراهای وان حمام. اونهایی که مثل من زبان انگلیسی رو یه مقداری از فیلم‌های آمریکایی یاد گرفتن، از اون فیلم‌های نیم ساعته که با زندگی‌های روزمره آمریکا رو به مسخره گرفتن یا به طنز، مثل تریز کمپانی، یه آقایی بود با دو تا خانم هم اتاق شده بود و اینها، میبینن که اول آشنایی اینها با همدیگه از اونجای شروع شد که یه جای مهمونی بود، اون آقای جک تریپل به اصطلاح مست کرده بود و خوابش برده بود در حمام، بعد فردا صبح که این دخترها اونجا در رو باز کردن دیدن این توی حمامشون خوابیده. خب از چینا بیان بریم ایران و ببینیم که در ایران با این پول امامزاده ها چه کار میکنن. داخل ذریح آرامگاه امامزاده ابراهیم، یا بذاری بله امامزاده سید ابراهیم، خب اگه امامزاده است دیگه میدونیم سیده، دیگه چرا میگید سید ابراهیم. بله ببینید که اون بالا نشستن آقایون و این پایین هم دارن پولا رو دستبندی میکنن، بستبندی میکنن، هر چیزی که شما دوست دارید، و این هم پولها روی این پارچه سیاه. بعد نوشتید که نوشتن که شک نکن آخوند سوار است این قوم ما را. بعد نوشتن که درآمد این امامزاده از چاهای نفت مسجد سلیمان بیشتر است. جالب اینجاست که نیازی هم به پالایش ندارد. اون دوستی که خانم شایسته راجب مدارس گفتید، من وقتی که
بعضی از دوستان گور پدر این آخونده میفرستن که آقا نگاه کنید در مسجد سلیمان چه خبره. میگم آره من یادمه همینجا یه دانشگاه بود، یک دورم بود، خوابگاه بود، دبیرستان بود، مدرسه های خوب بود، همه رو خراب کردن، حالا اینها به جاش کپر زدن و اینها. بابا اونم نکرد. چرا نباید مدرسه ها رو به قول ایشون 20 دانش آموز 25، میدونید که قانون اینه که اگه من معلم یک کلاسی باشم 45 دقیقه سر اون کلاسم و 45 تا دانش آموزه، میگن به هر دانش آموز یک دقیقه میرسه. یعنی بچه شما که عمرش رو میذاره میره مدرسه میاد میشینه سر کلاس، معلم یک دقیقه میتونه به این توجه داشته باشه، اشکالاتش از بین ببره، درس امروز جدید رو یادش بده ببره. خب حالا اگه 20 تا بچه بذارن توی کلاس و شما 45 دقیقه یا 60 دقیقه اونجا باشی، بین 2 دقیقه تا 3 دقیقه به این بچه میرسی. دوست نازنین قبول کنید، شما بیا مهمون برنامه من باش، امیدوارم این برنامه رو بشنوی. شما لطف کن، ما میگیم همه چیزایی که شما میگید، خانم نیر قهرمانی میگه، اون خانم الان اسمش دیگه یادم رفته، اون دوست اون شهلا میگفت، همه درست. شاه عالی، دانشمند، پروفسور، رژیم شاه بسیار عالی. پس چرا اینجوری شد؟ اشکال چی بود؟ اونو شما بگید تا ما اونم پخش کنیم. اگه بگید دولت‌های دیگه آمدن دخالت کردن، که باز برمیگردیم و ما سوال میکنیم پس شاه چه کاره بود؟ رفت به کوروش گفت بخواب که ما بیداریم، خودشم رفت توی چادر اونوری خوابید. نمیشه نازنین من، دوست من، قبول کنید اشتباهی انجام شد، شاه آخوندها رو در آستینش پروروند، خانم فرع پهلوی از فرانسه کمونیست تشریف آورد ایران، شد مسلمون دو آتشه، این آخوندها رو بهشون دفتر داد، حقوق داد، پول داد، اینها بزرگ شدن، قوی شدن، شاه مملکت رو دو دستی داد به اینها، رفت. امیدوار بود که یک بار دیگه این فرارش موفقیت آمیز باشه، این بار نشد. گفت یک بار پریدی، دو بار پریدی، آخرش به دامی. این بار شاه به دام افتاد. به دام کی افتاد؟ به دام آخوندهایی که خودش اینها رو می آورد، دعا برای من بنویسید رو بازون باشه، میخوام با هواپیمای جدید بوئینگ آمریکایی پرواز کنم. خنده داره نیست؟ شما امروز اگر من بگم میخوام برم مسافرت، یه نفر قرآن بیاره رو سرم رد کنه، من خجالت میکشم. شاه مملکت ما، شاه سوئیس رفته، برید ببینید، شاه اسلام پنا میخواست سوار هواپیما بشه، دوتا آخوند باید براش دعا میخوندن. قبول کنید بابا جون، یه جایی گیوپ کنید، بگید غلط بود، درستش این بود، نکرد، حالا ما میکنید. و الا هی شما اینو بگی، هی منم بیام ایراد بگیرم، به جایی نمیرسی. خب ببینیم که امروز براتون چی گذاشتیم. امروز جمعه است، ساعت 3 بعد از ظهر آقای دکتر نصر احمدی رو داریم و میدونید که آخر ماه اکتبر یه جشنی اینجا دارن که این جشن هیچی نیست بجز خرافات، بجز پول ساختن برای بیزینس ها، و بهش میگن جشن هالووین. بعضیا تو ایران میگن این همون بالماسکه است، من فکر نمی کنم بالماسکه باشه. در هر صورت افراد یک ماسکایی رو میخرن و میزنن. الان چند سال مد شده که برای حیوانات هم، چون میدونید بیزینس سگ و گربه و اینها توی آمریکا خودش یه بیزینس خیلی بزرگی هست، الان دیگه رسم شده، میگه برای خودت که لباس تارزان میخری، برای خانمت هم لباس این میخری، برای بچت هم لباس سوپرمن میخری، برای سگت هم لباس این بخر و اون. و اما این عکسی که من و شما دیدیم، فکر کنم بهترین لباس، زیباترین لباس برای هالووین امسال باید باشه، که این پسر و دختری که احتمالاً فکر نمی کنم فلج چیزی باشن، ولی از این به اصطلاح واکر به اینها میگن استفاده کردن، برای اینه که ادای پیرمردها و پیرزنها رو در آورده باشن و به این قشنگی هم اجرا کردن. هر کسی که این وسیله رو برای اینها درست کرده، معلومه از لوله های پولیکا استفاده کرده تا یه چیزی بسازه که اندازه قد و به اصطلاح قوار اینها باشه، ولی بسیار قشنگه. من امیدوارم یه روزی
دانش من و شما به یه جایی برسه که دست از این نمایش مسخره هالووین ورداریم. سالهای ساله که بعضی ها که مریضن، بچه هایی که میان در خونشون مورد آزار و اذیت قرار میدن، حتی از لحاظ جنسی، از لحاظ سکسی، حتی بهشون شکلات هایی که میدن بعضی وقتا مسموم چیز داره و نمیدونم، فقط و فقط میتونم بگم به خاطر پول هست که هنوز این رو دارن ادامه میدن. یه نفر اگه برنامه رو الان میبینه یا بنویسه برای من که سالیانه در آمریکای تنها چند میلیارد دلار هزینه میشه برای این و پول از جیب مردم خرج میشه، حالا تو ایران هم رسم شده، اونجا هم رسم شده و مایی که میگیم میخوایم از خرافات اسلام و خرافات یهودیت و خرافات مسیحیت رو نمیدونم اینها بیرون بیایم، نباید خودمون رو در خرافات جدید اینها اسیر کنیم. آقای مصباح یزدی اخیراً گفته که بعضی فرزندان و نوادگان امام خمینی رفوزه شدند. جواب نعیمه اشراقی نوه دختری امام به مصباح این بوده: وقتی این جمله را شنیدم پرسیدم امتحان چگونه بوده است و ممتحنین چه کسانی هستند و سوالات امتحان را چه کسانی تصحیح کرده بودند. به قاعده برای اشخاصی که جایگاه ویژه سیاسی، اجتماعی و یا علمی دارند، ممتحن مردمند، مردمی که رفتارها و گفتارها را قضاوت می‌کنند و به یکی نمره قبولی و به دیگری نمره مردودی می‌دهند. اما رفوزه واقعی کیست؟ رفوزه آنهایی هستند که پازلی را برای ملت چیدند تا احمدی نژاد در آن ظاهر شود. رفوزه آنهایی هستند که به دروغ دعا برای پیروزی احمدی نژاد را به امام زمان اجل الله فلان نسبت دادند. رفوزه آنهایی هستند که بعد از برملا شدن تخلفات مالی و اختلاس‌های وابستگان احمدی نژاد، حتی یک عذرخواهی کوچک و ساده را به دلیل حمایت‌های بی‌قید و شرط از مردم دریغ نمودند. رفوزه آنهایی هستند که قرائتی منفعت طلبانه از اسلام ارائه می کنند و جمهوریت و دموکراسی را مخالف آموزه های اسلامی می دانند. رفوزه آنهایی هستند که وقتی آقای وزیر در دولت احمدی نژاد مدرک تحصیلی تقلبی داشت و رئیس جمهور همچنان از او دفاع می کرد دم نزدند. رفوزه آنهایی هستند که وقتی احمدی نژاد گستاخانه خود را در حاله نور گذاشت، به جای اعتراض باز هم از او حمایت کردند. جناب مصباح، پیشنهاد میکنم برگه های امتحان را به مردم بدهید تا تصحیح کنند. آنگاه خواهید دید آن که رفوزه شده است خود شمایید. وای به مملکتی که مداحش برای ملت خطوط سیاسی ترسیم می کند. دلم سوخت برای قربت علم که سیاست مدارانش ساعتها سر میز مذاکره با قولهای دنیا برای بند بند حقوق این ملت چک و چانه می زند. بی سواد و خائن خوانده می شود در حالی که مداح بی سواد سیاست خارجی بلغور می کند. یادت به خیر جناب امیر کبیر که گفتی وقتی که می خواستی وزیر شوی فکر می کردی مملکت وزیر دانا می خواهد. وقتی وزیر شدی و اوضاع را دیدی با خود اندیشیدی که مملکت شاه دانا می خواهد و هنگامی که در بند راهی کاشان بودی به نتیجه رسیدی که مملکت ملت دانا می خواهد. آری مملکت ملت دانا می خواهد. ملت دانا. ممنون از دوستی که این رو فرستاد و آفرین به شهامت نوه دختری آقای خامنه‌ای که این چنین در مقابل این بیسوادان وایساده. و اما آقای ابراهیم شیری که بعضی وقتا می نویسه آیبیش شیری یا ایبیش شیری، یک مقاله ای رو دوباره نوشتن. من نمیدونم چه این دوستان میخوان از مقاله نوشتن دست بردارن و حقیقت رو قبول کنن. براتون بگم، ببینید فقط همون تیتر اولش میگه که رنگ رخسار خبر میدهد از راز درون، یا ضرب مسئله های دیگه ای داریم که همین اولش معلومی که طرف چند کاره است یا به اصطلاح چه کاره است یا چی به بارش هست. ایشون نوشته ایالات متحده آمریکا
به لحاظ اخلاقی حق ندارد از اقدامات روسیه در سوریه انتقاد کند. آقای شیری، کدام اخلاق؟ کدام اخلاق؟ میگن شما اول بیا برادریت رو ثابت کن، بعدن بیا بگو که من توی ارث پدرتون که مرده به اصطلاح سهیمم. خب نامه آقای منصور رو از انگلستان خوندیم، امیدواریم که ایشون هم و دیگران و شما هم اگر امکان داره مثل منوچهر عزیز که ماهی $10 خودش رو مقید کرده و ارسال میکنه و هر وقت این رو میفرسه برای من مینویسه که من این رو فرستادم که شما بدونید که ماها به یادتون هستیم. ممنونم منوچهر جان، روز جمعه من رو ساختی، به قول آمریکایی‌ها you made my day. و اما یک ویدیوی رو ما روی فیسبوک گذاشتیم، صحبت میکنه آقای دیوید کامرون یا همون دیوید کامران خودمون با یک خبرنگاری که خبرنگاره ازش میپرسه آقا شما که انقدر توی این بوق و بلنگوی حقوق بشر داری فریاد میزنی، چرا صدا در نمیاد در رابطه با عربستان سعودی؟ مگر نمیدونی که یک پسر 14 ساله ای رو اینها سالها گرفتن و حالا که 17 ساله شده میخوان این رو اعدام کنن و میدونید که اعدام اونجا گردن میزنن در به اصطلاح میدان با شمشیر. البته ایشون کلمه به صلیب کشیدن رو چیز کرد که من نمیدونم این برای عربستان هم درست هست یا نه. و ببینید که نوشته که جوان عربستان سعودی هر لحظه ممکنه، البته اینجا نوشته his crime is، این برای فعال حقوق بشر بوده، من حقیقتش نمیدونم، چون یکی از مشکلات ما اینه که بعضی وقتا بهتون گفتم من با پدر و مادر اون دوتا جوانی که توی ایران آخوندا میگن اینها رفتن سرقت مسلحانه، اینا توی کانادا میگن نه بچه های ما آزادی خواه بودن، آخوند دروغ میگه. من میگم در هر دو صورت اعدام اینها غلطه، چون اعدام نشون داده که هزاران سال، 200 سال، 100 سال هر حکومتی که بهش باور داشته کار نکرده. اینی که شما میگید ما در میدون میان گردن میزنیم که درس و عبرت دیگران بشه، ما آینده باید 4 تا رو بزنیم، ماه بعدیش باید 40 تا رو بزنیم، پس کار نکرده. در صورتی که اگه این جوان رو حتی الان اگر بهش بگی که اون کاری که شما اون موقع کردی موافقش بودی یا نیستی، امروز بیارید بفرستید توی مدرسه ها با جوانهای دیگه صحبت کنه، به اونها بگی که بابا جون شما اگه فعال حقوق بشر هم هستی، سن 17 سالگی، سن 14 سالگی برای ابراز فعالیت زوده، بیشتر بخونید، بیشتر وارد بشید، 17 سال 18 سالتون که شد حزب باشه، این باشه، این باشه، دولت از این اینجوری استفاده کنه، نه اینکه هی بندازه زندان. یا مثل آمریکا زندانا شده بیزینس. فلان یه دوستی داریم ایرانیه، این مسئول خوراک زندانیان و اینها، از پول خوبی هم میسازه و برای اینها شده بیزینس. و دیدید که من یه بار آوردم معرفی کردم اون قاضی رو که پول میگرفته بچه ها رو به جای اینکه بفرسه اردوی کار، بفرسه مدرسه ها درس بخونن، اینا رو چپ و راست میفرسه زندان، برای که به قول معروف کیک بک میگرفته. کیک بک همون کامیشن یا پول زیر میزی هست که ما ایرانی ها بهش میگفتیم پول های زیر میزی و حق و حساب. در صورت رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل، آقای خزعلی پسر آیت الله خزعلی مرحوم در فیسبوک اینطور نوشته چرا نمیگیم مرگ بر عربستان؟ ای کاش وقتی که دوستان کد میکنید یا نوشته یک کسی رو مستند قرار میدید، عکس اون صفحه رو که اون نوشته رو ازش برداشتید، عکس اون رو بردارید با نوشتهش که معلوم بشه که این مستنده، درست میگید. ایشون نوشته که چرا نمیگیم مرگ بر عربستان، چطور میگیم مرگ بر اسرائیل در حالی که عراقی ها نزدیک به 1 میلیون ایرانی، من نفهمیدم عربستان اسرائیل حالا عراقی، خب بگوید چرا نمیگیم مرگ بر عراقی، کشته و معیوب کردن در 8 سال جنگ تحمیلی. چرا میگیم مرگ بر اسرائیل وقتی که عربستان در سال 67
نزدیک به 500 ببخشید زائر بیگناه ایرانی را به خاک و خون کشیدند در مکه. چرا میگیم مرگ بر اسرائیل؟ اون وقت عراقی ها به صورت گروهی به نوامیس ایرانیان در جنگ تجاوز میکردند. چرا میگیم مرگ بر اسرائیل؟ اون وقت که ایران توی جنگ با عراق فقط 1700 اسیر فلسطینی گرفته بود. چرا میگیم مرگ بر اسرائیل؟ اون وقت که عرب ها به خلیج پارس میگن خلیج عرب، و اون وقت که اسرائیل میگه خلیج پارس، درسته دیگه صداتون در نمیاد. چرا مرگ بر اسرائیل میگیم؟ اون وقت که همین بشار اسد به خلیج عربی رای داد، وقتی که حسن نصرالله میگه ایران تمدن نداشت و عربها تمدن رو بردن ایران. بعید میدانم اسرائیل تا کنون حتی 4 ایرانی را کشته باشد، در حالی که میلیون ها ایرانی از زمان حمله عمر تا صدام به ایران شهید شدند. اندیشیده ای همین فلسطینی ها توی جنگ ایران عراق به طرفداری از صدام با ایرانیان می جنگیدن. کاسه داغ‌تر از آش یعنی چی؟ بذار برات بگم. کاسه داغ‌تر از آش یعنی اینکه ورزشکارای ما که یک عمر زحمت کشیدن تو مسابقاتی که میخوان نتیجهشو بگیرن، میخورن به یه حریف اسرائیلی و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین آینده حرفه‌ایشون رو باطل میکنن و با حریف بازی نمیکنن و با عشق زمین رو ترک میکنن. اون وقت تو تیم ملی فلسطین تو جام ملت‌های آسیا 5 بازیکن اسرائیلی وجود داره. بعدش هم خود فلسطین با اسرائیل بازی دوستانه می کند و از همه جالبتر اینه که تیم فوتبال فلسطین بازی دوستانه با تیم ملی ما رو رد می کنه. کپی نکنین مردم، خدای نکرده از جهالت در میان یه وقت. کپی نکنین مردم، خدای نکرده. همانطور که آقای ابوالقاسم خزعلی میگوید، ما دردهای زیادی داریم، از جمله اینکه گوسفندوار عمل میکنیم و در داخل کشور برای هرچه نباید کف میزنیم. این داستان همان رابطه ما است با اسرائیل. اینم از این. اولا کسی که به مردم میگه گوسفند، گوسفند خودش هست و باباش، و اگر من این رو تا آخر خونده بودم اصلا مینداختم سطل آشغال. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. در روان پزشکی مولانا، دکتر عباس این رو برای من از فلوریدا فرستاده، ممنونم دکتر عباس. اگر وضع مالیت خوبه حمایت کن. خلاصه این که اگر عشق به خاطر شرایط زیر باشد، زندگی آینده انسانها را متلاشی می کند. فقط به خاطر تنهایی، فقط به خاطر اموال یا پول، فقط به خاطر از شر پدر و مادر خلاص شدن، فقط به خاطر داشتن سکس، فقط به خاطر زیبایی، فقط به خاطر بیماری، فقط برای کمک داشتن و استمداد. ایشون نوشته تأثیر از دکتر عباس. من نمیدونم کلمه تأثیر از دکتر عباس یعنی چی اینجا. مجنون به وسیله پدرش روانه مکه می شود تا شاید مجنون از عشق لیلا منصرف شود، و مجنون از خداوند چنین خواست: یا رب تو مرا به روی لیلا هر لحظه بعد زیاد میلی، از عمر من هر آنچه هست. این فارسی که می‌نویسی دکتر عباس اینا قاطی میشه. مرا بروی لیلا یا به سوی لیلا هر لحظه بعد زیاد میلی، از آنچه از عمر من هر آنچه هست، بر جای بستان و به عمر لیلی افزای، گرچه شدم چو مویش از غم، یک مو نخواهم از سرش کم. این است عشق پاکی که کشش آن از اینجا تا به ابدیت. دکتر عباس، شاهکار نظامی گنجوی، ناگفته نماند که شکسپیر انگلیسی شاهکارش را از روی کتاب لیلی و مجنون کپی کرد و بنان رومئو و جولیت به دنیا عرضه کرد. و بنان رومئو بنازم فلسفه و کتاب دزدان غربی را دکتر عباس. باز دکتر عباس گفته که سعدی فیلسوف ما درباره فردوسی بزرگ چنین ستایش میکند: چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. در قرن 21 خودکامه ها جانداری که هزاران بار از مور پرجسته تر است، یا سرش را می برند و یا او را منفجر می کنند، یا بمب
از هوا و زمین تا مسیر غارت و چپاولگری آنها صاف و راحت تر گردد. دکتر عباس. ممنونم. باز هم از دکتر عباس و دیگران میخوام که اگر وضعیت مالیشون بهشون اجازه میده، نه مثل دکتر صمدانی، ابوالقاسم صمدانی، بگی من دارم بلیت بخت آزمایی میخرم، لاتری میخرم، هر وقت برنده شدم به تو کمک میکنم. من فکر میکنم اگر یکی از ماها اینقدر برای یه جای ارزش قائل باشیم که اون پول بلیت بخت آزمایی رو بفرستیم برای اون، هم خودمون برنده شدیم هم اون جایزه رو به اونها دادیم. فکر کنید در موردش. خب بذارید. آها، دکتر عباس یه چیز جالبی فرستاده، نوشته که هیچ وقت فکر کردید این ماجرای داعش، آیسیس، آیسل که اینها میگن اینها چاهای نفت رو گرفتن و نفت رو میفروشن، چه کسانی از اینها نفت میخرن؟ چرا آمریکا و دیگر کشورها چاهای نفتی رو که دست اونهاست، کشتی های نفتی که از طرف اونها میاد، منفجر نمی کنن؟ یک خانمی نزهت یحیی‌زاده عکسایی رو فرستاده از تویوتاهای برند نیو، نوشته این همه تویوتای برند نیو رو چه کسی، اینا یه نفر دو نفر نمیتونه بفرسه. البته ما دیدیم ماشین بود توی چیز آیسیس که مال تگزاس بود، رو تویوتای نوشته لوله کشی فلانی مال تگزاس بود. اینم از این. و ما باید برای یک جنگ بزرگ آماده باشیم. سخنرانی کوروش زعیم، سخنرانی کوروش زعیم در سالگرد پان ایرانیست، به علت جلوگیری از مراسم به دستور وزارت اطلاعات سخنرانی انجام نشد و فروپاشی دولت مقتدر ساسانی از زمانی. من به نظرم میاد دکتر زعیم شرایط ایران رو نتونسته اونجوری که باید به اصطلاح بذاره توی برنامه، میدونی این به عنوان یه وسیله استفاده کنه توی برنامه‌هاش برای رسیدن به هدف. داعش این همه تویوتا را از کجا آورده؟ من این رو هم بهتون نشون میدم. ممنون از خانم یحیی‌زاده، چون ما خیلی از ایشون انتقاد میکنیم، ولی میخوایم بهش بگیم که اگر یه وقت یه چیز درست بفرسی، هم نشون میدیم هم ازت تشکر میکنیم. شماها هم از بس به اصطلاح عقب عقب رفتید خانم یحیی‌زاده که از پشت بام نیفتید، از اون ور افتادید. ببینید نوشته که شرکت تویوتا این همه ماشین برند نیو نو رو به اینها از کجا داده. بعد میگه شرکت تویوتا همچنین گفته است که اطلاعاتی در مورد زنجیره‌های صادرات خودروی خود به خاورمیانه در اختیار آمریکا قرار داده است. باز هم بهتون یادآوری میکنم که پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، گفته که آمریکا که کره مریخ رو میتونه نگاه کنه و بگه آب اونجا هست یا نیست، چگونه نمیتونه داعش رو در عراق و سوریه و کشورهای دیگه ببینه و از بین ببره. آقای جان مکین هم آمد گفت که روسیه داره افرادی رو که ما آموزش دادیم در آمریکا، در سوریه از بین میبره. پس ببینید این آمریکا افرادی رو آموزش داده، افرادی رو پول داده، افرادی رو اسلحه داده و در سوریه هستن. درست اون چیزی که این بشار اسد میگه. بشار اسد آدم خوبی نیست، نه خودش خوبه نه باباش خوب بود. ولی باز میرسیم به این که این رو هم سرنگون کنن بشه مثل عراق، این رو هم سرنگون کنن بشه مثل، یک شرایطی به وجود آوردن خود این غربی ها که مردم میگن بابا همین بد رو میخوایم، دیگه از این بدتر نشه. ببخشید ساعت 3:01 است، بریم سراغ دو تا آگهی نقلی و کوچولو. شما مگه بیزینسی دارید آگهیتون اینجا بدید. اگه میترسید هنوز در خفقان زندگی میکنید، خودسانسور، اقلن مخارج آگهی رو بدید به ما و بگید که ما تلویزیون رو دوست داریم ولی میترسیم آگهی از اینجا پخش کنیم. به چه دلیل میترسید من نمیدونم. آگهی رو میبینیم برمیگردیم. تو این فاصله من با دکتر نصر احمدی از کالیفرنیا تماس میگیرم و پای صحبت‌های ایشون می‌نشینیم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر ویدیوی بسیار جالبی رو دارم از آقای حسن ارشاد که به اصطلاح یک مناظره است با دوستان بهایی در ایران و دنیا، چون توی به اصطلاح اتاق پلتاک این صحبت انجام شده. با هم آگهی‌ها رو ببینیم و برنامه رو پی می‌گیریم. مرسی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن، به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان،
لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته، از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست، ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم. دفتر حقوقی لطیف زمانی، کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی، بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت‌ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه‌گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می‌سازد. بینندگان عزیز سلام مجدد خدمت شما. مژده بزرگ و خبر خوبی دارم برای شما، مخصوصا بعد از چند هفته غیبت آقای دکتر نصر احمدی که به وسیله من به اصطلاح مسافرت من و ناهماهنگی ها ایجاد شده بود، ولی ایشون باز هم لطف کردن با وجودی که چهارشنبه ها برنامه دارن قبول کردن که جمعه ها با ما باشن. آقای دکتر نصر احمدی سلام میگم به شما، خوش آمد مجدد. و به نظر میاد که بعضی از تلویزیون ها تحمل شما رو ندارن و چه خوبه که امتحان آزادی رو همینجا پس میدن تا مردم ببینن که اگه اینها یه روزی به قدرت برسن در ایران، هیچ تفاوتی با حکومت دیکتاتوری شاه، هیچ تفاوتی با حکومت دیکتاتوری شیخ نداشته و نخواهند داشت. من ساکت میشم، شما با دوستان حال احوالی کنید، شروع کنید صحبت کردن تا دو تا سوالی رو که دوستان از من کردن مطرح کنم. اگر خودتونم سوالی هست که دوستان از شما پرسیدن، اونها رو لطفاً اول بگید، بعد بریم دنبال این کتاب قانون اساسی. هر کسی کتاب قانون اساسی دکتر نصر احمدی رو میخواد داشته باشه، ایشون این کتاب رو مجاناً در اختیار شما قرار میدن، خیلی آسون، هم توی تلویزیون مردم هست هم روی وبسایت هست و میتونید بگیرید. 161 صفحه هست، بخونید و ایشون هم در تماس باشید. من ساکت میشم آقای دکتر نصر احمدی، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. جناب آقای سرخ سلام میکنم، امیدوارم شاد و خوش باشید. در ادبیات به ویژه در بدی و عروض مطلبی هست، تلمیح شبیه به زخم یا منح شبیه به زخم. سفر حضرت عالی رو به غیبت بنده هم گذاشتید به حساب شوخی. من همیشه آمده بودم ممنونم از این چابک دستی شما در فن ادبیات. در این چند ساله هم شما آدم فنی بودید، در راه ادبیات آمدید، بسیار زیبا و خوش هم بیان کردید و باور کنید بسیاری مردم هم به حساب من میذارن، یعنی این غیبت رو به حساب من میذارن. در رو امیدوارم شاد و تندرست باشید همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند، بینندگان و شنوندگان ارجمند مردم تیوی هر جو هستن به شادی باشن. همه مردم ایران، همه کسانی که به انسانیت، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های میهنی توجه دارند، امیدوارم در شادی و تندرستی باشن. و بزرگت فراوان مطرح فرمودید که تلویزیون ها امتحان خودشون رو دادن. بله، به گفته منوچهری دامغانی، شاعر پیش از فردوسی، یعنی بعد از دوران رودکی، همزمان با رودکی، مطلبی داره، عنوان میکنه من از آزمایش بهایم. البته آزادمنشیشو میرسونه، میگه
من آنم که در پای خوکان نریزم من این در شهوار لفظ دریگا. یعنی من نمیام برای پادشاهان چاپلوسی کنم و دیوان شعر بنویسم، من آدمی آزاده هستم. اما تلویزیون های اینجا رفت مودید به حسب موقعیت و به حسب بدیجی موقعیت مادی. باور میکنید داستان سرزاد که پیش آمد دو بار از ایران و یک بار از همین کالیفرنیا لس آنجلس از التماس که آقا شما بیفتید جلو پرچمدار باشید، ما شما رو حمایت مالی میکنیم. گفتم اگر گناه بود من حمایت مالی رو بپذیرم، همین دولت فخیمه، البته به بریتانیا میگن ولی امریکای امروز فخیم هست، همین دولت امریکا برای من راه همواری از مادیات پیش آورد و دولت فرانسه و حتی یک کشور دیگر. بر روی من آدمی هستم در طبق اخلاص با مردم میهنم، امتحان تلویزیون ها پس داده شده سالیان سال و الان شما چون در ارتباطات جمعی هستید و خودتون یکی از وسایل ارتباط جمعی را دارید، میدونید که تلویزیون هایی که معمولا هنوز بر ماهواره هستند صد مطلق به حکومت اسلامی وابسته است. هر آن اراده کنن مدیرانشون رو عوض میکنن، هر آن اراده کنن هر اندیشه رو در این تلویزیون ها جا میدن. آقای سوربی، همیهنان گرامی، شما هم میدونید که حکومت، یعنی همه حکومت ها وقتی دوچار بنبست میشن از درون خودشون اپوزیسیون درست میکنن، میفرستن بین اپوزیسیون واقعی و اپوزیسیون واقعی رو آلوده و لبوس میکنن و اول سراغ کسانی میرن که زودتر قابل خرید هستند. شما دیگه عملا در این داستان سبز کاملا مستحضر هستید و میدونید چه کسانی مجبند سبز بستن، چه کسانی پیرهن سبز پوشیدن، چه کسانی حتی بلندگوشون سبز بود، باور بکنید حتی بلندگوشون سبز بود و آمدن در میدان عین دربار فروش ها و هندوان فروش ها اعلام کردند که جنبش سبز یتیم سخنگو میخواد، بلندگو میخواد. عملا و در بس در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، برای اینکه اون داستانی که از اپوزیسیون در اون حکومتی هست، نه خیر، از خود حکومت هست. حکومت چون دچار بنبست میشه از خودش اپوزیسیون میتراشه و به اپوزیسیون حقیقی میفرسته و اونها رو میخره. اینها در جامعه شناسی میگن مهره های در آستین حکومت. جناب سربی، از سال دوم جامعه شناسی و علوم سیاسی این مسائل تدریس میشه، ببیشه در جامعه شناسی. بنابراین تلویزیون هایی که بلندگوی این داستان شدند، هر انسان عاقل و بینشور لازم نیست، هر انسانی که کمی با عقلش خلوت بکنه میدونه که این بلندگوها در اختیار حکومت هست یا نه، مهره های سرسپرده حکومت هستند یا نه. نمونش به ادبیات زبان زد این تلویزیون ها توجه بفرمایید. جناب آقای سوربی، میتونم از شما بپرسم آیا از 1000، 2000، 10000 آگهی تجارتی شما آیا یک آگهی تجارتی رو بر اساس قواعد و دستور زبان فارسی درست میدونید؟ من مطمئنم که خیر، نیست ابدا و اصلا. عنوان میکنن انواع غذاهای مرغوب ایرانی با قیمت های مناسب، البته میگن قیمت، ببخشید من گفتم قیمت، چون واژه ها رو من درست تلفظ میکنم بر اساس دستور زبان فارسی، بر اساس نوشته های فرهنگ فارسی از جهانگیری گرفته تا آخرین هاش جمالی، محمد معین، حسن امیر تا اینا، بر اساس قواعد فرهنگ فارسی من واژه ها رو تلفظ میکنم، چون بیشتر بینندگان و شنوندگان از طریق رادیو تلویزیون به غلط دریافتن تصور میکنند که نکند نصر احمد اشتباه بکنند. خیر، من از روی قواعد دستوری و فرهنگ فارسی از المنجد گرفته تا برهان قاطع تا خلف تبریزی و همه اینها واژه ها رو عنوان میکنم. اینی که گفتم قیمت غلطه، قیمت رو رادیو تلویزیون ها میگن، قیمت درسته، قیمت به معنای سرپرستی و قیمومیت، قیمت یعنی بها و ارزش. به هر روی شما یک واژه دستوری رو درست بر اساس دستور زبان فارسی نمیبینید. از جریان سبز ها به این در کاملا ادبیات ما ادبیات سبزی شده، یعنی ادبیات جنبش سبزی. خب این نشانگر چه هست جناب سوربی؟ نشانگر این هست که دست رادیو تلویزیون ها و اپوزیسیون در دست جمهوری اسلامی برای سرگرمی ملت. صبح تا غروب هم می نشینن قصه حسین کرد شبستری میگن. دلبر جانان من، برده دل و دین من، برده دل و دین من، دلبر جانان من. جمهوری اسلامی بدست، جمهوری اسلامی بدست. تازه اینقدر مردم منحرف میکنن، فقط میچسبن به بخش آیت الله خامنه ای.
ابدا و اصلا کسانی که خون ملت ایران ریختند و از ملت ایران چپو و چپاول و غارت و یغما کردند و بدترین قانون ها را به مجلس بردند یک کلمه عنوان نمی کنند. یعنی نامی از آقای رفسنجانی، از آقای موسوی، آقای موسوی لیسانس هنرهای تزئینی، یک جمله را بلد نیست بدون نوشته بگه این آقا. پریروز در ردیف شهدا در تلویزیون تصویرشو می دیدم. باورتون میشه آقای سربی؟ هرچی بگید آقای موسوی، اسم کوچکش رو فراموش کردم، میر حسین موسوی عکسش در ردیف شهدای ایران در تلویزیون ها دیده می شد. من از قضا عجله داشتم، باید می رفتم، منتظرم هم بودند، اما موندم عکس کردم. یعنی این صحنه رو از چند تا تلویزیون به چشم دیدم. پریروز، نه پس پریروز، آقای میر حسین موسوی عکسش در ردیف شهدای ملت ایران، یعنی جوانانی که سر مرز کشته شدند. البته اونهایی که جمهوری اسلامی میکشه در سیاست هم میندازه، اونو به حساب شهید نمیذارن، اونها رو ملعون ها میذارن، اسمشون ملعون گذاشتن، اسمشون کفار گذاشتن، اسمشون دشمنان ملت ایران گذاشتن. یعنی آزادگان، کسانی که به دنبال آزادی بودن، جنگیدن، کشته شدن یا در زندان فقط با پرسش نام تیرباران شدن، اونها رو در ردیف ملعون میذارن. اما خیلی خوب، باز خدا پدر شده بیاموزی، کسانی که سر مرز کشته شدن در ردیف شهدا هستن. آقای میر حسین موسوی در ردیف شهدا بود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه، تا به آخر خط جناب آقای سربی. شما بینندگان، شنوندگان گرامی، در میابید وقتی فرمودید تلویزیون ها از کارشون شرمنده میشن و در فردای ایران متاسفانه خیلی اینها اینقدر پر رو وقی هستند که در آن واحد خودشون میدونن خودشون حتی فرید بودن ملت ها فرید بودن. این است که خیلی دشواره. اگر یک بلندگوی مستقل باشه که آزاد منشانه آدم حرفشو بزنه و برای چه حرف بزنه و بدون برای چه به حرف میزنه، اون نعمته، واقعا نعمته. بسیار ممنون. چون من آماده هستم، مطلبی که فرمودید دو تا پرسش، وگرنه من به خاطر خودم بپردازم. بله، آماده هستم اگر مطلبی رو میفرمایید. یکیش اینه که چطور مذهب شیعه مذهب رسمی ایران شد و بعد از اون در رابطه با مشروطه، چرا مشروطه حتی امروز بعد از 37 سال که از انقلاب اسلامی گذشته هنوز مشروطه رو به اصطلاح به خورد مردم میدن؟ این چه حکمتی درش هست؟ جناب سوری، عالمان اجتماعی معتقد هستند هیچ چیز خود به خود به وجود نمیاد و هیچ چیز خود به خود هم از بین نمیره. همه عوامل به هم مربوطه. این جهان دور تسلسله، منتها با اندکی تغییر. تغییر آب و هوا، تغییر شرایط جغرافیایی، تغییر شرایط اجتماعی، همه اینها عوامل حتی اقتصادی تأثیر گذاره. دو پرسش اینه که فرمودید هر دو ریشه در هم داره، بریجه مشروطه ریشه در گذشته داره، در گذشته مذهب. و فرمودید چونه مذهب شیعه رسمی شد. مشروطه بازتابیست از اون داستان چگونه مذهب شیعه رسمی شد. من یاد برم 9 سال پیش خودم برنامه داشتم، رفتم به تلویزیون، یک کسی برنامه گذار بود، مرد بسیار با ادبی هست و الان در وایس آف امریکا کار میکنه، ایشون برنامه گذار بود و من رسیدم دیدم 8-9 نفر نشستن. من هم آمدم نشستم، گفت که آقای دکتر احمدی، ما شما را سورپریز کردیم و غافلگیر کردیم. یعنی به معنی غافلگیر که البته امریکایی‌ها تلفظ میکنن سورپرایز. حالا چرا پرایز یا آر تلفظ میشه در واژه‌های امریکایی؟ برای اینکه از زیر بیدک استعمار انگلستان در بیان تلفظ در زبان امریکایی تغییر میدن، در لهجه امریکایی. ببخشید گفتم زبان، پوزش میخوام. لهجه رو در یعنی واژه‌ها رو، گویش‌ها رو در لهجه امریکایی تغییر میدن که از زیر بیدک استعمار انگلستان آرام آرام در بیاد و از زبان انگلیسی مستقل بشه. به همین مناسبت شما مثلا میشنوید میگن کامپانی، کانسرت، و سی او هست، سی او علامت زمه هست، کانسرت. خود خوب فرانسهش هم کانسرت. ما تو زبان فارسی خودمون دیگه واژه های فرانسه نزدیک به 7000 تا داریم، زبان انگلیسی تقریبا 30 تا داریم، بین 20 تا 30 تا، اما فرانسه بیش از 6000 تا لغت فارسی داریم. یعنی فرانسه که رفته عیناً به همون شکل تلفظ میشه و مردم هم نمیدونن. خوشبختانه من در یک کاری چند سال پیش شروع کردم، این آماده چاپ هست، اما خب امکانات باید از زدست تویی برنخیزد. امید به گفته سعی بزرگوار، اگر برگنی چشم دیر سپید.
برانم که اگر موقعیتی فراهم بشه اینو به چاپ برسونم. بله فرمودید که مذهب شیعه و مشروطه هر دو به هم مربوط هستن، بدیشه مشروطه فرزند مطلق مذهبه، یعنی مذهب شیعه هست. برمیگرده میدید تاریخی کوتاهی از مذهب شیعه، وقتی اسلام آمد و ایرانیان مغلوب شدند و در پنج جنگ پیاپی ایران شکست خورد، فقط جنگ جس یا جنگ پل بهمن درازابرو برنده شد در اون جنگ. عرب ها که گریختند از معرکه جنگ یا مهلکه بهتر بگم، چون خیلی ها خلافم شدند، عرب ها نزدیک 4000 نفر کشته شد، فراری شدند در بیابون ها. خبر رسید به آقای بهمن درازابرو سردار سپاه که در تیسفون شوره شده در پایتخت. البته تیسفون پایتخت نبود، پایتخت شهرگرد بود در 20 فرسخی شمال شرقی تیسفون، یعنی همین نزدیکای بغداد امروزی، زیر موسیل دا نینوا که اسم سابقش نینوا بوده، بعد شده عربی به معنای موسیل یعنی وست کننده، شهر نینوا بود، یعنی جنوب نینوا و شرق تیسفون پایتخت ایران بود، شهرگرد که خسرو پرویز اونجا پایتختش بود و مقر فرمانروایش بود. خسرو پرویز جناب آقای سربی یکی از پادشاهان خوب، شجاع و بسیار ایران دوست ایرانی بوده، مالیات 30 ساله رو میبخشه و 10000 لولی یا لوری از هندوستان میاره که برای ایرانی ها برخصن آواز بخونن. اینو من تقریبا در 22 سالگی در کتاب مورفولوژی که برای تدریس دانشگاه تصویب شد اینو این مطلب یادآوری کردم. خسرو پرویز قلم روی جغرافیاییش بعد از داریوش بزرگ به خشایارشا پسرش بهناورترین زمان جغرافیایی تاریخ پیدایش ایران تا به الان هست. همین خسرو پرویزی که بهش بد میگن، یعنی همسر شیرین، عاشق شیرین بود و شیرین عاشق ایشون و اون داستان فرهاد شیرین رو هم درست کردند که یه عاشق دیوانه بود، خسرو پرویز گفته بود اینو آزاد بذارید، بذارید برای خودش کار بکنه، به کاری مشغولش میکنم که هیچ وقت فرصت پیدا نکنه. گفت استونو اگر کند و ازش شیر، اونجا گوسفندا رو دوختن، یعنی گوسفندا رو آماده کردن برای دوشیدن شیر و این شیر رو اونجا سرازیر بکنن به این استخر بیاد. خیلی خوب، من شیرین همسرم ملکه ایران رو که عاشقش هستم طلاق میدم و همسری ایشون برش میارم. البته این یک مزاح ادبی هست بیشتر و اون منظومه معروف خسرو شیرین نظامی گنجوی یکی از زیباترین داستانهای عشقی تاریخ بشره. جناب آقای سر بر وقتی که عرب ها آمدند و اسلام چیره شد به ایرانیان، تا سالهای 500 یعنی 1500 مسیحی تقریبا 515 سال پیش خبری از مذهب شیعه نبود. ایرانیان کم بیش شیعی بودند، اما شیعه به معنای پیرو، یعنی کسانی که دنبال روی میکنند. در قرآن چیزی به نام مذهب شیعه نیامده. اگر دو بار شیعه آمده به معنای پیرو آمده، نه به معنای شیعه ای که امام علی خلیفه چهارم مسلمین و امام اول شیعیان هست، به هیچ روی نیست، در قرآن نیست. برای خاندان صفوی خب از روحانیون بودند، روحانیون معتبر بودند، صاحب نفوذ بودند، پیرو بخشی از صوفیگری در عرفان ایرانی بودند، برای خودشون دستگاهی داشتند در اردبیل. اینها متوجه شدن، گفتن خب ما از سلاله امام موسی کاظم هستیم، یعنی چیزی که شعبانی سابق ایران در کتابش نوشته و بارها خودش گفته که من از فرزندان امام موسی کاظم هستم، اما خود و از نسل 32 برای من شگفتی به عنوان یک انسانی که با عقلش بخواد داوری بکنه، یعنی تقریبا نزدیک به 960 سال یا 1000 سال از اون زمان تا به حال هیچ انسان در دنیا نمیتونه نسل 32 باشه، باید نسل تقریبا 180 باشه. هر نسل شما جناب آقای سربی 20 سالای خوبه، 20 سال 25 سال میفهمم، بله 25 سال هر نسلی 25 سال، بله 25 سال میانگین حساب بکنیم خیلی خوب، خیلی بیشتر میشه آخه، چطورشون و بعد انسانی آیا پیدا میشه 32 نسلشو بررسی کرده باشه در تاریخ بشر؟ هرگز و هرگز. ایشون می‌نویسه
روحانیون خیلی خوشحال شدن که از نوادگان پیغمبر یکی زن شاه ایران شده. ایشون خودش می‌نویسه. خیلی خوب. اون زمان 500 خورده 600 سال پیش تقریبا استبعادی نداشت. خیلی از منطق به دور نبود که آقای شیخ صفی بیاد بگه من از نسل امام موسی کاظمم و حق امام موسی کاظم زایل شده و بنابراین ما فرزندان من باید قدرت رو به دست بگیرن، حرفی که امام خمینی یعنی آیت الله خمینی 15 خرداد گفت و جلوتر کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو در 1323 نوشته بود و کتابخانه طهوری روبروی دانشگاه تهران 10,000 نسخه اون زمان پخش کرده بود. جناب آقای سربی 10,000 نسخه این کتاب رو قبلا پخش کرده بود، دوزی کرده بود. خب بنابراین تکلیف آیت الله خمینی مشخص بود، برای رهبری و قدرت می جنگید. این وسط هم قدرت های خارجی که کار نمیشستن میگردن آلترناتیو همیشه در آستین داشته باشن، تقویتش بکنن. جهان استعماری قرن 17 به این سو یعنی سرمنشا و اصلش انگلستان و فرانسه. امریکا جدیدن تحت شعاع این دو کشوره، البته فرانسه و انگلیس با هم خیلی وفاقی ندارن. چرا؟ چون انگلیس که محور آنگلوساکسونه و فرانسه فرانکو و اینها 228 سال سالهای پیش از ناپلئون با هم جنگیدن، فرانسه و انگلیس. یه وقت فرانسه برنده میشد، یه وقت انگلیس برنده میشد، ولی سرانجام فرانسه برنده شد در سالهای پیش از ناپلئون بناپارت و سرانجام اون قضایا یک امپراتوری پا گرفت که 1,000 سال به این سو حرف اول به آخر اون زد، یعنی ناپلئون بناپارت. یک نابغه بزرگ بشری ایتالیایی تبار آمد و امپراتور فرانسه شد، یعنی امپراتور جهان شد در حقیقت. و اون که نخستین بار پاپ گریگوری پول ششم رو نوشت، نائب اون سرهنگ نگهبانش نوشت که شما وقت دارید از امروز به مدت یک ماه پاپ کت بسته بیارید به پایتخت ورسای پاریس. همین یه خط بیشتر براش ننوشت، به دست خط خودش نوشت. و نخستین بار در جهان دین این واقعیت اتفاق افتاد. اما در جهان ایرانی ما خیر، اونجا عرض کردم که اجداد سلسله صفوی در این بودن که از فرزندان امام موسی کاظم هستند و حدشون ظاهر شده، یعنی گفتن که شیخ صفی جبین ها برادر کوچه که امام موسی کاظمه و حقش از بین رفته، یعنی اسماعیل، البته به نام اسماعیل، شیخ صفی که به نام اسماعیل بوده. خب این شاهان صفوی خودشون از اولاد علی میدونستن. به جهات ملی و مذهبی هم ایرانی ها یک گرایشی به مذهب شیعه داشتن. چرا؟ چون تصور بر این بود که عمر آمده ایران رو گرفته. حتی ما در میتولوژی خودمون داریم عمر سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا جنود نزد شاه. چون عمر خلیفه دوم مسلمین وقتی به خلیفه گری رسید به فکر این افتاد که اسلام و عشیده ده مکه و مدینه بیرون بیاره و ببره خارج از اون مرز. کسانی هم پیدا شدن مثل سلمان فارسی، رفتن گفتن خب ایران یک کشوری که زنان زیبا داره، قالی‌های زیبا داره، باغ‌های فراوان داره، چون باغ در سرای عربستان که نبود، آب‌ها و چشم ساران خوب داره، برف داره. اونا نمی‌دونستن برف چیه، براشون توضیح میداد و اینها ترغیب شدن برای حمله به ایران. و بر اساس تز اسلام در جنگ هر چیزی غنیمت برای مسلمان، حتی زن غنیمت. بنابراین اینها با یه شوق وافری و گفتن هم اگر شما کشته بشید میرید بهشت، درست این جریان جنگ ایران عراق که بعد داده بودن به بچه های کوچک که شما اگر کشته بشید این کلید پلاستیکی که از کره جنوب شمالی براتون درست کردیم و به گردن شماست، البته کره شمالی رو من میگم، اونا اینو نمیگفتن، برای فریب کودکان که اونا رو نمیگفتن. کودک هم آرزوشی که مدرسه نره، بره هر کاری بکنه ولی مدرسه نره. البته میگن سعدی بزرگوار گفته درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گوریزپای را. خود من آرزو داشتم، من گوریزپای نبودم البته، آرزو داشتم کلنگ گور به دستم بدند اما مدرسه نرم در دوران دبستانم. واقعیته و به گمانم بیشتر کودکان دنیا همین عقیده هم دارن. هر روز کودکان با شوق و اشتیاقم به جلو میرفتن، خیلی هاشون هم که خب ناپدید شدن و از بین رفتن. هر روز این آقای شیخ صفی بعد پسرش صدر دین آقای سربی یک بار 10 سال پیش آقای رنجبر از من در تلویزیون پارس پرسید، من همین داستان رو به همین شکل عنوان کردم، ناصر رنجبر. البته نه اینکه خاطر مبارکتون هست، میدونم
نه اینکه از من بپرسه شیر مشروطه چگونه شد اینها، چون هنوز مشروطه بازتابی نداشت. از وحشت پارلمانی الان مشروطه مشروطه میکنن جناب آقای سرمی. بله. از وحشت پارلمانی واقعا مشروطه مشروطه میکنن. بعد رو شیخ صفی، بعد پسرش صدرالدین میاد در میدان. اینا طرفداران زیادی در گیلان داشتن، در مازندران داشتن، بیلیش گیلان. یه یعنی مؤسسی تأسیسی کردن، بنیادی کردن از فرقه تصوف که از اینها میدونید صفویان ترک نژادن. یعنی ما خاندان پادشاهیمون 80% بیگانه هست، بیلیش ترک هستند. 80% پادشاهان ما بعد از اسلام از ترک نژادان هستند و دو سلسلش هم که 100% عرب بود، از عربستان آمد، بنی امیه و بعد بنی عباس، و دیگر سلسله ها هم به لحاظ شمند مذهبی کمتر از اونها نبودن، بسیار حتی متعصب تر. بر این آمدن در قسمت شمالی ایران آدم هایی داشتن، جنگیدن، جست گریخته آمدن که این مکتب تصوف رو پیاده کنن، سر از پادشاهی دارا بودن. پسر این آقا شیخ حیدر بوده، شیخ حیدر پسر خواجه علیه، پسر همون صدرالدین که عرض میکنم، پسر صدرالدین. این خواهر اوزن حسن پادشاه اقیانلو که قسمت آذر اول فارس بوده، جز اتابکان فارس، و بعد میره آذربایجان، خواهرش هم همسرش بوده به نام لورتا. این لورتا اسم معروفیه در ایران، بیشتر دختران ایرانی رو لورتا میذارن اگر خاطرتون باشه آقای سرمی. لورتا اسم تقریبا معروفیه، شاید ایرانی ها تصور کنن که نام ارمنیه، البته ریشه در ارمنستان داره این لورتا. بعد نوش سلطان علی هست که بعد پسرش ابراهیم مرزا هست. ابراهیم مرزا پدر شاه اسماعیله، جان کلام اینجاست. شاه اسماعیل یه بچه 13 ساله بوده جناب شربی، میاد در اردبیل که مقرشون بوده حمله میکنه به تبریز و تبریز رو میگیره. 20,000 ایرانی رو، مرد ایران، مرد تبریزی رو گردن میزنه و اونجا اعلام میکنه که از این ساعت مذهب ما، مذهب رسمی ما، مذهب شیعه است و من از این ساعتم پادشاه ایران. یک بچه 13 ساله در عرض 3 سال میجنگه، 16 سالگی پادشاه میشه و 20,000 از مردم تبریز رو، یعنی مردان تبریز رو، با دخترها و بچه ها و پیرزن ها کار نداشته، از مردان تبریز، تبریز اون زمان که جمعیتش 100,000 نفر بیشتر نبوده، 20,000 تاش گردن میزنه. میگه از این ساعت مذهب رسمی کل کشور مذهب شیعه هست و ما هم که شیعه هستیم و از این ساعت من الان پادشاهی میکنم. یعنی دقیق بهار 1500 مسیحی جناب آقای سرمی، میشه چند سال؟ میشه 515. الو الو دوستان عزیز، به نظر میرسه که تماس تلفنیمون یه اشکال داره، اجازه بدید من مجددن. ایشون به من گفت که بذارید برق تلفن رو وصل کنم، شاید از لحاظ چارج مسئله داشتم. میدونید که بعضی وقتا این قسمت چارج تلفنتون رو توی برق که میزنید، اون پلاگ برق ممکنه باید کلید رو بزنید، مال چراغ باشه به اصطلاح. اینم من تو آمریکا چند سال که اومده بودم، یعنی به اصطلاح اینجا باهاش برخورد کردیم. در صورت ببینیم که باز میشه با ایشون تماس داشته باشیم یا نه. بله، یادمه که گفتن باید باتری به اصطلاح تلفنم رو چارج کنم. دوستان اگه میخواین با ایشون مستقیما تماس بگیرید، شماره تلفنی که روی صفحه کامپیوتر میبینید 818-201-5779. آقای احمدی مسک تلفن قطع شد، دوباره با شما هستیم، بفرمایید. بله تو اونجا رو شنیدیم، تو اونجا رو شنیدیم. 1500 شاه اسماعیل به عنوان بنیادگذار سلسله صفوی اعلام موجودیت میکنه، مذهب رسمی رو مذهب شیعه میذاره و اسم خاندانشون هم میشه صفوی. چرا؟ چون نوه شیخ صفی الدین اردبیلی هست، به این مناسبت فامیلشون رو گذاشتن صفوی. صفی به معنای پشمینه پوش، یعنی خرقه پوش، پشمینه پوش، یعنی کسی که خاکساره، کسی که یعنی تقریبا به نوعی از فلسفه ملامتیه هست، یعنی اهل تکبر و تفاخر و این تظاهر نیست و
صوفی هستن. خب این صوفیگری هم صوفیگری هم از همینجا میاد. ملت ایرانه. بله بله. یعنی جوش، جوشش، جنبش سرفرازی رو از مردم میگیره و میاره به خاکساری تو سری خوری. برای اینها از اون قضیه و از اون نام سو استفاده کردن و خودشون شدن پادشاه. بنابراین اون نام صفوی مهم هست، از شیخ صفی جدش به نام صفی الدین اردبیلی سلسله صفوی بنیاد میشه و مذهب رسمی میشه، مذهب شیعه از اون تاریخ، یعنی سال 1500 مسیحی که الان 2015 مسیحی هستیم، دقیق 515 سال پیش برای نخستین بار در جهان و در ایران ما، از بعد حادثه در ایران ما، مذهب شیعه شد مذهب رسمی. تا سالی که نادرقلی افشار، نادرقلی میرزا پادشاه میشه. نادر خب پدرش پوستین دوز بوده در قسمت درگز خراسان، اونجا خب آدمی بوده دنبال گوسفند اینها و بعد یاغیگری میکنه، مرد نیرومند و شجاعی بوده، کسانی رو دور خودش جمع میکنه، آرام آرام شروع میکنه به حمله به ایلات و عشایر اطراف شهرها، خراسان مشهد رو میگیره، به تدریج خیلی از شهرهای خراسان رو میگیره، حتی قسمت شمالی و شرقی خراسان و اون طرف ها، حتی تا قندهار اونها هم پیش بوده اونجا پیش میگه و صاحب قدرت میشه. میاد در دستگاه شاه طهماسب دوم با پوزش در دستگاه شاه سلطان حسین صفوی به عنوان افسر شروع به کار میکنه، رشادتی از خودش نشون میده. فتحعلی میرزا پدر بزرگ آقا محمد خان قاجار که سردار سپاه بوده اینو از بین میبره، یعنی رقیب خودش میدونسته و اینو از بین میبره. نادر دو استعداد داشت، یکی که کشورگشا بود، یعنی یکی از بهترین کشورگشاهای جهان هست در تاریخ بشر، تقریبا کوروش مثل ایشونه، البته ایشون جهانداریش نمره صفر بود، نمره کوروش هم جهانداریش تقریبا یه خورده بالاتر از صفره، نصف عملی عنوان میکنه. کوروش کبیر یا کوروش سوم که به نام پادشاه دادگر معروفه، خیر دانگوشاییشون تقریبا یه عدد یه بهتر از صفر، یعنی یک. جهاندار داریوش بزرگ است، جهاندار خشایارشاه است، جهاندار پادشاهانی هستند که عمران آبادی میکنن، مملکت داری میکنن، نه فقط جنگ. نادر استراتژی خوبی بوده، یعنی موقعیت شناس جنگی. حتی ناپلئون بناپارت نامه که به فتحعلی شاه می نویسه سال هفتم حکومتش، می نویسه برادر فتحعلی شاه تو فرزند نادر هستی، فراموش نکن نادر بزرگترین استراتژی جهان است. این جمله ناپلئون بناپارت به فتحعلی شاه، ناپلئونی که خودشو خدا می دونسته. خب خیلی براش، یعنی تاریخ باید تو ذهنش باشه که این مطلب رو در مورد پادشاه ایران نادر بنویسه. بله نادر بقایت مرد جنگجو، جهانگشا، کشورگشا، رشید، شجاع، بیباک بوده، اما در مملکت داری و انسان دوستی زیر صفر بوده. یعنی انسان دوستی نادر تقریبا خدای ناکرده بر فرزندان شریفش من عذرخواهی میکنم، پوزش میخوام، مرد دانشمندی الان شنونده من هست، نادر برای انسان دوستی به حیوانات میمانست. جناب آقای سرمی، بله دیگه، کسی که بر فرزند خودش رو، نه حالا فرزند یه فرد دو تا چشم داشته در آورده، تمام سردارشو، تمام خاندانشو، یعنی یعنی از کله ها مناره میساخت، خوشحال میشد. در جلوی ممسنی تن نادری رو دیگه شما جناب سرمی میدونم چون بلند اونجا هستید میدونید، تن نادری 12 کیلومتری شمال شرقی، شمال درست شمال نوراباد ممسنی در ده مالکی، تن نادری ضرب المثله. سربازانش وقتی میگن که کوگلی رو بگیرن، یعنی همین گشین ماده بزرگ و اینها، و اونجا با مانع روبرو میشه، سربازان رو وامی داره از کوهای اطراف یکی طور گل بیاد و این گلها رو بریزن سر هم که خسته نشن، و این گل الان تبدیل به یک کوی تقریبا اگر به لحاظ سطح دریا حساب نکنیم به بلندی کوه البرزه، یعنی گله دماوند. اینقدر این تل بلند، تل نادری معروفه. در کرمان، در سیستان نادر بیداد میکنه، در بجنود، یعنی از کله ها مناره ها میشازه. ببینید در سیستان آقای احمدی، عذر میخوام، همینجا مثلا وقتی که آقای مینویی به شما اعتراض میکنه که
خب شما نمیشه که بیاین هر کسی رو که مردم میگن خوبه شما بگید بده. شما پاسختون به افرادی مثل آقای مینویی و این منطق چیه؟ خب من پاسخ دارم. البته خب من رایت آقای مینویی رو در برنامه‌اش کردم میکنم به لحاظ شرایط سن و واقعا چهرهش چهره مظلومیه، اما من در مقام مناظره خدا که هم بنده نیستم، خدا رو بنده نیستم، البته به کفر و الحاد مرسخ نشه، نه نه، خداوند اگر من آفریده خودش مسئول مراقبت از منه، اگر نه مسئول اون اسپرم والدین هم هستم، دقت میکنن که دیگه مسموم رو نکنن، در یه پارکینگی دوباره کامیون نیاد سر اتومبیل من، یا مثلا از در که میرم بیرون یه خورده مراقبت کنم هفتیر کشی مثلا نیاد هفتیر بکشه و خوشبختانه تیرش به بالاتر بخوره 3 سانتی‌متر و از بین نرم، یا مسمومم نکنن، مراقب هستم، هر موقع جسمم فرسوده شد میمیرم. اما در جهان میهن دوستی و آزاد منشی نه، خب من پاسخگوی آقای مینویی هستم. اولا تلویزیون 16 ثانیه یا 12 ثانیه دیلی داره، یعنی ارتباطات قطع، یعنی تا گفتگو نوبت من بشه چند ثانیه طول میکشه و میکروفونم دست ایشونه، حرفای من به گوش مردم نمیرسید. خب من گناهی ندارم چون آقای مینویی، استاد آقای مینویی، استادان آقای مینویی 100% استادان رضا پهلوی این کتاب ها رو نخوندند. طبیعیه آدم وقتی چیزی رو نمیدونه براش شگفتیه. خب توده مردم هم همینجور. تازه آقای مینویی جزء کتاب خون هاست، نه نه، چون نخوندن خب حق روشون میدم، من به لحاظ انسانی ستیزی با ایشون نمی کنم. چرا؟ چون نمیدونن، چون نخوندن. ایشون گزلوفان خب نخونده، من قطع یقین دارم معلمینش نخوندن، سیروپیدی نخوندن، راجب کورفت من میدونم. معلمین آقای رضا پهلوی معلمین من هم بودند، اما خودشون مقر و معترف شدند 30 سال پیش 20 سال پیش که استاد بینش و دانش ما دکتر نصر احمدی جوان هست، چند نمونه شو خوره شاهزاده رضا پهلوی شاهد بوده، چند نمونه شو. این دلیل میشه اگر من یک روز شاگرد بودم به مقامی نرسم که جایگاهی در جایگاه و پایگاه علمی پیدا نکنم. نه خب طبیعیه، جنابای مینویی خب نخوندن، حق در خودشون هم گفتن، گفتن کتابایی که گفتید برای من سخته بخونم، برای من دشواره، برای من مشکله. خب طبیعیه، بله، اون حرجی نیست از این بابت. اما نادر افشار خواستم توجیه بدم، سال 1732 این زیراب فتحعلی شاه، فتحعلی خان سردار سپاه شاه سلطان حسین میزنه، چون نادر استعداد عجیب، دو تا استعداد داشت، یکی کشورگشا بود، یکی رقبا رو به راحتی از صحنه کنار میزد، یا مسمومیت یا یه تله سر راهش میذاشت وسیله مثلا چهار تا لاتولوت، یا خودش و دوستانش طرف از بین میبردن، نمیذاشت نفس کشی اطرافش باشه. شما شنیدید لاتای تهران بعضی وقت میگفتن آی نفس کش، واقعا نادر افشار برای رقیب نفس کش بود، یعنی داد میکشید نفس کش کجاست که رقیب از صحنه برداره. بعدی نادر افشار با اون کاراش وقتی شاه سلطان حسین میمیره، یعنی میکشنش، ببخشید میکشنش، یعنی اشرف افغان سرشو میبره، اشرف ببخشید غلجایی، من گفتم افغان، اینو حتما یه روز توضیح خواهم داد، جدایی افغانستان از ایران در زمان پیش از شاه سلطان حسین به زمان شاه عباس دوم صفوی شروع میشه و میاد به شاه سلطان حسین خط میشه و اونجا افغانستان اعلام جدایی میکنه وسیله احمد خان درانی عبدالی که پدر بزرگ، یعنی اجداد همین ظاهرشاه، محمد ظاهرشاه پادشاه آخری افغانستان هست، اونجا اون زمینه در دوره صفوی شروع میشه جناب آقای سر. بعد نادر افشار وقتی که شاه سلطان حسین کشته میشه و پسر شاه تماس به دوم پادشاه میشه، شاه تماس در اردوی قسمت عثمانی میجنگیده، نادر متوجه بخش خاوری بوده، بخش باختری بوده، یعنی بخش شرقی، قسمت قندهار و افغانستان و این قسمت ها داشته میجنگیده. وقتی که هر دو از جنگ فارغ میشن، نادر به فتوحاتی دست پیدا میکنه، اما شاه طهماسب در بخش عثمانی شکست میخوره و اینو بهانه میذاره، بهانه میذاره، میاد با عمرها وزرا صحبت میکنه و میگه آقای شاه طهماسب موجب ننگ مملکت شده و مملکت رو به باد داده و شکست خورده، بنابراین اینو از سلطنت حذف بکنی. با این وجود خواهر شاه طهماسب رو به زنی میگیره، رازیه رو، و خواهر کوچکترش رو میده به پسرش رضا قلی میرزا، یعنی دختران شاه سلطان حسین.
با این وجود شاه طهماسب به دوم صفوی رو تبدیل میکنه به مشهد و اونجا یک گروهی از افراد خودش رو در دشت مهان شرق ببخشید غرب تبریز جمع میکنه. بهارم بوده، بهار سال 1732، شمشیرش هم میکشه بیرون، میگه منم مادر فرزند شمشیر. آدم های خودش توی اون دسته بوده، تاریخ می‌نویسه 100,000 نفر، بعضی تاریخ ها می‌نویسن 10,000 نفر. خب از خودش بوده، اون آدم ها از خودش بوده. میگه هم شاه طهماسب زنده است، هم پسر شاه عباس سوم به نام عباس میرزا هشت‌ماهشه و من نایب السلطنه ایشون هستم. من انتخاب میکنید یا عباس میرزا رو که به نام شاه عباس سوم هست هشت‌ماهشه؟ خب آدم های خودش اونجا هم بوده، از طرف کل ملت ایران که نبوده، یک گروه 10,000 نفری یا 100,000 نفری سرباز وابسته به نادر که نمیتونه نماینده ملت ایران باشه. یعنی یک رفراندوم تقلبی در اونجا درست میشه. یه دهی میگن نادر نادر نادر، همونجا میگه خیلی خوب من قبول کردم، بنابراین وقتی قبول میکنم به یه شرط من قبول میکنم، به شرطی که من مذهب شیعه رو حبس بکنم و مذهب سنی رو، یعنی از چهار فرقه سنی، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، اینا باشه، فرقه پنجم از فرقه سنی رو من بیارم به عنوان مذهب رسمی. با اونجا دوباره مذهب رسمی جناب آقای سوری به گرده این ملت بیچاره بدبخت ایران، یعنی پدران ما، تحمیل میشه. این دو نوبت میرسید به مرحله سوم. مرحله سوم از این ماجرا از سال 1732 میذاره میاد به سال 1906، داستان مشروطه. خب مردم شیعه ایران متوجه میشن، خب اجاف بهشون شده، مذهبشون وسیله نادر افشار ساقط شده و بیش از 240 سال با پوزش بیش از 140 سال این مذهب پایمال شده و شده شهروند درجه دو. بنابراین ما بهتر دوباره این مذهب رو بیه تریشی زنده رو کنیم. خیلی خوب، دولت فقیه بریتانیا هم در این زمینه ساکت ننشست، به تمام رهبران مذهبی اطمینان داد و پشتیبانشون کرد. جناب سروی اگر کسی پیدا بشه بگه روحانیون اون زمان با انگلستان بند و بستی برای فکر کردن مشروطه نداشتن، بیگمان یک کتاب از مشروطه به چشم ندیده، نه تنها نخونده بلکه ندیده. آقای آیت الله، آیت الله نبود، البته آیت الله دربار شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی سال 1346 درست کرد. آیت الله العظما را با پوزش 1344 آیت الله العظما را سال 1346 درست کرد ملت ایران. همینان گرامی من، واژه آیت الله برای روحانیون نبوده، میگفتن حجت اسلامی یا حجت الاسلام، حتی در مشروطه آمده است حجت اسلامی. خیلی خوب، اینا دیدن حقی ازشون ضایع شد. هستید آقای احمدی؟ مثل که باز هم تلفن ایشون اشکال داره. خب بذارید یه بار دیگه تماس بگیریم و ببینیم که اشکال چیه. الو آقای احمدی، مثل که تلفن شما هم مثل من چند مدت استفاده نکردیم ازش، تنبل شده. والا مال من شاید بگمانم به مصرف زیاد، شاید دور مصرفش تمام شده. مبروی نقطه مقابل قضایه همیشه هست. بله قضایه بله بحجون ما ده دقیقه وقت داریم، چون پایان وقت 10 دقیقه وقت داریم. بس من به سرعت، بله به سرعت این مطلب رسیدیم بسر مشروطه، یعنی دو تا پرسه شده که مطلب برمونید و هر دو به هم مربوطه و مشروطه میشود فرزند مذهب رسمی که سؤال شیعه رو مطرح فرمودید. از سال 1500 مسیحی وسیله شاه اسماعیل یکم صفوی در اردبیل و در دشت مغان بعد رسمیت پیدا میکنه، به نمایندگی ملت ایران ایشون هم تاج پادشاهی به سر میذاره و بعد داستان نادر افشار رو میاد به داستان مشروطه. وقتی میبینن حقی تضییع شده، تمام رهبران مذهبی، حتی سید محمد صادق طباطبایی که مرد بسیار پاک و منزهی بوده، مرد درست، و سید عبدالله بیرانی که آدمی تقریبا مکار و زیرک و رند و شاید شیاد بوده، متا به عنوان پیشوایان مذهبی میون در میدان، و بسیاری رهبران مذهبی، حتی
میرزای شیرازی که آیت الله خمینی به عنوان معلمش ازش یاد میکرد از پیشگامان مشروطه میشن و رهبران سیاسی هم پا به میدان میذارن، دانشمندان مثل سید حسن تقی‌زاده، حتی مثل میرزا میلکم خان ارمنی که ساکن لندن بود و روزنامه قانون می‌نوشته اولین بار او فریاد کشید که آقا قانون داشته باشیم، چرا مملکت قانون نداره؟ و بعد خود ناصرالدین شاه وقتی از سفر فرنگ برمیگرده به وزارش میگه آقا یک قانون اساسی بپیشین به عوض بادنجون پوست کندن تا این مملکت ترقی بکنه. چاپلوسای درباری که همیشه به گمان من راهزن ارزش‌های انسانی و راهزن آزادمنشی و تقدیم مملکت هستند، فقط برای پستشون اینها به پای ملوکانه افتادن که علا حضرت قدرت و اعتبار پادشاه نزول میکنه، شوکت و اقبال پادشاه ساقط میشه و جلال و جبروت پادشاهی غروب میکنه و مانع شدن. برو این است که رهبران مذهبی در این زمینه آمدن با پیشوایان سیاسی، رهبران سیاسی همدست شدن، دانشمندان مثل تقی‌زاده، مثل میرزا میکمخان ارمنی که حتی توجه کنید جناب سرمی نامه به مازاد السلطنه می‌نویسه که آقای مازاد السلطنه چه کار دین دارید، بذارید این دین حاکمیت پیدا بکنه، یعنی ارمنی می‌نویسه. خوب حساب بکنید ببینید دست انگلستان تا کجا بازه در این زمینه. میگه چه کار دین دارید، بذارید به وسیله دین ما مشروطه رو پیاده کنیم، بذارید دین رسمیت پیدا کنه. این جمله کیه؟ جمله میرزا ملکم خان دانشمند ارمنی روزنامه قانونی میشه لندنه. شما دیگه حساب کار تا آخر بکنید. خیلی خوب، اونجا چه کار میکنن؟ مذهب رسمی رو به عنوان مذهب شیعه اعلام میکنن. در اصل اول متمم قانون اساسی مینویسن که مذهب رسمی، دین رسمی ایران مذهب شیعه جعفری حقه اثنا عشری است. این عین متن در قانون اساسی اصل اول متمم. تا اونجا پیش میره که میگه تعلیم و تعلم آزاد است مگر مغایر شرع نباشد. جناب سروی حتی نمی‌نویسه مغایر دین، نمی‌نویسه مغایر شرع، یعنی کی؟ یعنی روحانیون، یعنی رهبران مذهبی، یعنی یه جای دیگر شنگاه میکنه قاضی و مدعی العموم به انتخاب حاکم شرع. جناب سروی توجه به این واجب فرمایید، هم میهنان گرامی نمی‌نویسه به انتخاب حاکم شرع برای توشیح ملوکانه دو پیش اعلی حضرت فرستاده میشه. خب شما وقت توقع دارید آیت الله خمینی در 1963 در قم فریاد نکشه بگه حد ما ضایع شده و آقای اعلی حضرت تو قانون اساسی رعایت نمی کنی؟ حق به جانب شی به لحاظ قانونی ملت ایران، همین هنان گرامی قانون دانان، من به لحاظ قانونی عرض می کنم نه به لحاظ اجتماعی. به لحاظ اجتماعی آیت الله خمینی این حرفش زیر صفر بود، یعنی فاجعه بود، ضدیت داشت با بشریت، اما به لحاظ قانونی صد مطلق حق به جانب آیت الله خمینی بود. آمد گفت آقای حضرت شما قانون اساسی رو رعایت نمی کنید، وزیر شما مخالفت دارد با اسلام، شما سوگند نمایندگان حق نیست بنویسید کتاب مقدس آسمانی، چون در اصل دوم آمده است. اصل دو با پوزش، اصل دو گمان نمی کنم، یاد ندارم، اصل نمیدونم اصل چندومه، عنوان میکنه که سوگند به کلام الله مجید هم برای نماینده هم برای شخص پادشاه موظف هست که به قرآن مجید سوگند یاد کند. چرا شما وزیرتان نوشته است که کتاب آسمانی و کاری نکنید من حکم جهاد بدم؟ بعد تا اونجا پیش میره که میگه ای اعلی حضرت شما به من گفته 15 میلیون به شما میدهم مملکت را ترک کنید، خیر من 30 میلیون به شما میدهم شما مملکت را ترک کنید. بعدم جلوترش خب دو تا کتاب نوشته بود، اصول حکومت اسلامی سال 1324-23 در کتابخانه دوری دانشگاه تهران اونجا چاپ شد به تیراژ 10,000 نسخه و به فروش میرفت. و بعد کتاب حکومت ولایت فقیه رو نوشت و آمد در میدان گفت بله حق جانب منه، شما قانون اساسیتون نوشتید که مذهب رسمی شیعه است، پادشاه باید دارا و مربی این مذهب باشد، شما رعایت نمی کنید، شما عرق می خورید، حتی شما زنتون جلوی دوربین تلویزیون آمده است پیک شراب به دست گرفته برای آقای کارتر و شما زنو کردید نایب السلطنه، خلاف اسلامه، خلاف شیعه است و این درست نیست.
آمد به میدان. حالا قضایای تقسیم اراضی و مسئله ثبت اسناد املاک و محدود کردن املاک روحانیون از در جای خودش، اما خمینی در این زمینه از طریق قانون پیش آمد و گفت این مطلب مطلب رسمی بوده است و دیدیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه ارزش‌های اسلامی بر همون اصل یک متمم قانون اساسی دوباره پیاده شد. بنابراین این مملکت چهار نوبت پیاپی از سال 1500 مسیحی تا به حال زجر و بدبختی مذهب رسمی رو میکشه در لبای مشروطه. این است که اگر الان آقایان در خارج از کشور مشروطه مشروطه میکنند، سرشون به جمهوری اسلامی بنده، دستشون به جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید که سر شاه ایران وقتی میگه جنبش صدیتی میبولند و میخواد، یعنی چه؟ یعنی آقای موسوی آخوند، آقای موسوی چه گفت؟ گفت ما آمده این اصول قانون اساسی اصل اول دوران اول انقلاب حضرت آیت الله خمینی امام خمینی رو پیاده بکنیم. شما خودتون دیگه تو ارتباطات اینمی هستید آقای سربی، اینو بهتر از من میدونید. خب این ملت نباید تابع فرایند نادان ها بشه و کسانی که دستشون در دست حکومت اسلامی هست. جناب سربی، همین گرامی، پرسشی که مطرح فرمودید چرا مشروطه را مطرح میکنند و مذهب و رسمیت مذهب از کجاست؟ مشروطه دارونش میزنه. چرا نمیخوان مشروطه تشاخد بشه؟ چون حکومت اسلامی حمایتش میکنه. چون اصل اول قانون مشروطه آمده است مذهب رسمی ایران شیعه اثنا عشریه است و پادشاه باید داره و مروج این مذهب باشد. خب بنابراین اونها که دشمن دین که نیستن، به هر طریقی میخوان دینشون پیاده بشه، حاکمیت دینی داشته باشد، چه وسیله پسر شاه ایران باشه، چه وسیله آیت الله رفسنجانی که دست دو الان قرار گرفته و در معرض بخشش و رهبری و پیشوایی آزادمنشی ملت ایران دارن جاش میندازن، و چه حکومتی که بر سر کاره. شما را دیگه میجونا را توجه کنید، شما یک کلمه حمله به اصلاح طلبان و کسانی که در پیوت بخش دو اپوزیسیون داخلی حکومت اسلامی هستند به ظاهر نام نمیبینید. همشون حمله میکنن به ولی فقیه، به رهبر. خیلی خوب، فرض محال محال نیست، گیریم که رهبر رو ساخت کنید، کسیش به جاش میذارید که از رهبر دینیتر صد درصد، یعنی میخواد دین رو که اگر دینی نباشه تحقیلش، اما هدفش حکومت دینیه. آیت الله رفسنجانی، آقای موسوی، آقای کروبی که به غلط میگن کروبی، خب کروبی هست، یعنی فرشتگان، فرشتگان مقرب رو میگن کروبی، کروبیان. خب اینا هستن، چه کسانی هستن؟ بسیار ممنون. حالا خاندان پهلوی رو کار به تعییششون نداریم، کار به عرق خوردن پس فرده نداریم، ولی عملا دینی تر از دینی ها هستن. خود محمد رضا شاه وقتی رد میشد دیر قرآن رد میشد، آبم پشتش مینداختن، محرم و سفرم تو دربار خودش سینه میزد. آقا ممنون. دروازه درست کرد آقا شدی وقت گذشته، اجازه بدید این جمله پایان بدم. در طلا درست کرد برای نجف فرستاد، سرش نوشته بود بنده درگاه آل علوی محمد رضا پهلوی، الان این در موجوده. بله من یادمه، خودم در کرمانشاه سرباز بودم، سه روز شهر کرمانشاه ما رو آوردن تو خیابون که این کاروان طلاهای ایران بره به عراق و کربلا. ممنونم. بله 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 ممنونم. من خودم اونجا بودم، خود آقای دکتر اگه اسمش یادم باشه، دکتر اگه اسمشو در ذهن داشته باشم، از دوستان نزدیک من هستن، الان فراموش کردم ذهنشو، سفیر مخصوص خصوصی شاه بود در امریکا، اهل لورستانه، از خانهای لورستان هم هست، رایزن مخصوص محمد رضا شاه در دولت امریکا. بسیار ممنون آقای احمدی، باید بریم برای برنامه بعدی. بر روی امیدوارم کار به کاردانها سپرده باشه. من باور کنید دوستانی دارم کار سیاسی نمی کنم. من مثلا یک دوست دامپزشک دارم، متخصص جراح هست، باور بکنید این چنان، یعنی کارشو استادانه، من یعنی در کارهای دانشگاهیش دیدم، استاده میگه آیا اجازه میدید من در سیاست هم، چون سیاست مال هم هست، من هم جای پا بذارم؟ میگم من که مخیر کسی نیستم. بله سیاست مال هم هست به شرطی که راه خطا نباشه. بله درسته، حتما اون دکتر هم شما میشناسید، آقای دکتر مرتضی آقا محمدی. بله بله. بسیار ساده و خیریه. بله بله. آقای سوری بسیار خوشحالم، امیدوارم که حضرت عالی دوباره توضیح بدید به بینندگان شنوندگان گرامی که برنامه من جمعه ها خواهد بود. بله بله. همین ساعت در پیشگاه همیهنان گرامی، هفته آینده حتما باید از قانون اساسی شروع کنیم. اصلاح میکنم شما این گولو به من بدید به ملت ایران. بله بله، هفته آینده 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با دکتر نصر احمدی هستیم. مرسی، بسیار سپاسگزارم، شاد و خوشحال باشید. همه همیهنان گرامی رو به
به خدا میسپارم برای ایرانی آباد و بدونیم چی میخواییم و چه پیاده بکنیم. خدا ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید به امید روزهای بهتر. مرسی. سپاسگزارم. شاد باشید. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم از کالیفرنیا، کسی که کتاب قانون اساسی رو نوشته. اگه مایل باشید این کتاب رو داشته باشید، روی اینترنت هست و میتونید، اگر نمیتونید خودتون پیداش کنید، با تماستون با من یا با خود ایشون این کتاب رو تهیه کنید مجانی. رهبران ماهواره‌ای، وقتی که ما با آقای اوسانلو مصاحبه کردیم، یکی از دوستان گفت که آقای سوربی، من یه شعری برای شما میفرستم و این رو لطف کنید بخونید. امیدوارم آقای منصور اوسانلو این رو با دقت گوش بده و ببینه که خود ایشون هم شده رهبر ماهواره‌ای. این رو آقای هادی خرسندی سالها پیش نوشته. من یادمه حتی برنامه هایم که بود توی لندن و اینها ایشون میخوند و گفتن که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یا میبودی با میبودی اگر نشود بازیا کنند. 24 ساعته با مردم وطن احوال فرسی و تو بیا من بیا کنند. سرما اگر که خورده یکی در براز جان، دردش به آسپرین لس آنجلس دوا کنند. یک درد هست درد شما و من و وطن، آن هم اگر رسانگران اعتنا کنند. گر از سر گشاده به سرنای خود دمند، خود خدمتی ستوده به آل عبا کنند. فریاد دادخواهی این خلق خسته را برعکس با رسانه خود نارسا کنند. ترسم طلای مردم ما را کنند مس، تا در مقابلش مس خود را طلا کنند. این رهبران آنتنی و ماهواره‌ای بعضن چه حسن سابقه ای ادعا کنند، تا پر کنند ساعت برنامه های خیش، بشقاب و دیش را پر پرت و پلا کنند. هر نو سواد تازه به دوربین رسیده را یا کارل ماکس کرده یا ده خدا کنند. یک روز اگر رسانهشان غیر مذهبی است، روز دیگر رسانه خود کربلا کنند. در قالب مبارزه با شیخ روزخان، خود مجلس مصیبت و روزه بپا کنند. یک نارضا اشاره کند گر به سلطنت، فرداش صد مصاحبه با یک رضا کنند. برگشت پادشاه به ایران که منتفی است، او را مگر که شاه کالیفرنیا کنند. بعضی از این رسانه چیان عاقلند، اگر باید که هرچه زودتر آن را رها کنند. بیان که صحبتی شود از هیچ سازمان، یارب روا مدار که ما را سیاه کنند. ساعت 4 بعد از ظهر من ازتون خداحافظی میکنم و با هم میریم برنامه آقای حسن ارشاد رو از ایران میبینیم که مناظره کردن با یکی از دوستان بهایی. شما هم اگر بهایی هستید یا به اصطلاح از دیانت بهایی دفاع میکنید، میتونید در برنامه های ایشون دوشنبه ها شرکت کنید و بعد هم در تلویزیون مردم هم میتونید باشید. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر، آینده روشن‌تر، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.